سلام، ویدیو شماره 13 بلک نات هست. من یاسر جیان هستم. امروز 19 آگست، چهارشنبه 19 آگست 2015 و فکر میکنم 28 مرداد 1394، آره فکر میکنم 94 باشه، بعد از بیشتر از یه ماه و ده روز که از ویدیو قبلی گذشته. میخوام امروز در مورد یه دیتا استرکچر خاص صحبت کنم. من خودم میدونم که خیلی کدمون پیش نمیره به سمت گیم شدن، ولی خب به من اعتماد کنید، این خرت و پرتا و خورده ریزایی که مینویسیم همش به درد میخوره برای بازیمون. امروز میخوام یه دیتا استرکچر خاص، یه جور آرای خاص ایمپلیمنت کنم. یه کمی در مورد ویرچوال مموری میخوام صحبت کنم و یه دیتا استرکچری اسمشو خودم گذاشتم ویرچوال وکتور. این اصلا اسمو برد بخوری نیست، ولی به هر حال یه وکتوریه که پشتش ویرچوال مموریه. حالا در موردش صحبت میکنم. خب اول از همه اگر خاطرم باشه کدمون یه جایی توی استریم و اینپوت و آوتپوت و این چیزا بودیم، ولی خب اونا فعلا باشه سر جاش. بالاخره سراغ ریسورس منیجمنت، سراغ خوندن از فایل آی او و این چیزا میریم، ولی فعلا میخوام این دیتا استراکچر رو پیاده کنم. دلیلش هم احتمالا این جلسه که نه، ولی جلسه بعد مشخص میشه. اول این چیزی که بذارید پینت رو باز کنم، شاید کمی احتیاج به وسایل کمک آموزشی داشته باشیم. من برای بعضی دیتا های اصلی، مثلا کامپوننت ها یا هر چیزی که اسمشو میذاریم کامپوننت، حالا تعریفش خیلی نمیخوام تعریفش رو فیکس کنم چون به تعریف واقعیش کاری ندارم. من یه دیتا های از جنس مثلا آبجکت هایی که میخوام رندر کنم دارم. مثلا یه دیتا های این شکلیه، یه در ساعت تنی حالت یه X داره، یه Y داره، یه Z داره و یه چیزی مثلا مثل زاویه داره، آلفا، زاویه دورانشه. دقت کنید که اون Z رو ما خیلی چون رندرمون دو بودیه لازم نداریم، ولی به هر حال بد نیست برای پشت هم بودن اینکه کدوم آبجکت پشت کدوم یکیه به درد میخوره. و یه سری دیتای دیگه هم داره دیگه. به هر حال این آبجکت های این شکلی، از این آبجکت ها احتمالاً زیاد خواهیم داشت. همه آبجکت هایی که قابل رندر شدنن یه کامپوننتی، الان شما دستای منو نمیبینید ولی دارم ایر کوت میرم، یه کامپوننت این شکلی خواهند داشت. حالا این یه پوینتری به مثلا اسپرایتش داره، به آبجکتی که پرنتش، به آبجکت پرنتش یا به کامپوننت پرنتش یه پوینتر داره. این فرض کنید که اسمشو بذاریم اسپرایت، نذاریم اسمشو بذاریم، اسمشو میذارم رندرابل مثلا، همون چیزی که داشتم مینوشتم بد نبود. به خاطر همینجوری من خطم خیلی بده دیگه، با موس هم که بدترم میشه. الان از پن رندرابل، این یه رندرابل، اندازه این رندرابل یه چیزی مثلا تو مایه های 30 بایت، 40 بایت، 50 بایت، 100 بایت، یه چیزی تو این مایه هست، ولی از اینا زیاد داریم. ممکنه چند صد تا داشته باشیم، ممکنه چند هزار تا داشته باشیم. حالا تو گیم بلک نات ممکنه کم باشه، همون چند صد تا باشه، ولی خب به هر حال از این آبجکت ها زیاد خواهند داشت. و انواع اینا هم زیاده. رندرابل یکیه، مثلا یه باوندینگ باکس برای کالیژن فیزیک می‌خوایم از همین نوع، یعنی نه از این نوع، منظورم یه همچین شکل کامپوننت بیسدیه، از این کامپوننت های یه کلایدبل، همینجور که رندرابل داریم مثلا یه کلایدبل میخوایم. دقت کنید که اگه تو ذهنتون اینا آبجکتن و از هم ارث میبرن و از این چیزا، مثلا یه کامپوننت، یه چیزی به اسم کامپوننت داریم، اون تصویر رو یکم از ذهنتون بیرون کنید. فعلا همینی که میگم و بپذیرید، بعدن در مورد آبجکت مدلمون و ورلد آبجکت مدل و ورلد مدلینگمون صحبت میکنیم بیشتر. حالا من برای خود منم هنوز خیلی واضح نیست که برای این بازی دقیقاً چه آبجکت مدلی باید داشته باشیم، ولی به هر حال کم کم امیدوارم که امرج بشه و معلوم بشه که چی میخواد. به هر حال من یه سری آبجکت دارم که خیلی شبیه همن و عملیاتی که روی اینا میخوام انجام بدم خیلی شبیه همه. دقت کن که از این رندرابل ها چند صد تا دارم پشت سر هم. عملیاتی که روی اینا میخوام انجام بدم، مثلا پوزیشنشون رو بر حسب پوزیشن پرنتشون آپدیت کنم، اگه پرنتی عوض شد چایلدشون آپدیت کنم، یا همشون رو رندر کنم مثلا، یا اینکه همشون رو کال کنم ببینم که کدوم تو دوربین دیده میشن، تو ویو پورتم کدوم نمیشن.
و از این جور کارا میخوام یه عالم عملیات معمولا رو همه این کامپوننت ها انجام بدم. گاهی وقتا کامپوننت ها رو بعضی رو موقتا دیسیبل میکنیم، انیبل میکنیم، از این کامپوننت ها زیاد الوکیت میخوایم بکنیم، ترتیبشون مشخص نیست. من یه دیتا استراکچر میخوام که این کامپوننت هامو توش بریزم. گاهی وقتا این کامپوننت ها رو من میام تک تک روی هیپ الوکیت میکنم، یکی اینجا الوکیت میکنم، یکی اینجا الوکیت میکنم، یکی اینجا الوکیت میکنم، یکی اینجا الوکیت میکنم، بعد کامپوننت دیگه دارم که یه پوینتر به این کامپوننت داره، یه کامپوننت دیگه هم هست که یه پوینتر به این یکی داره. خلاصه یه مش خرطوخری از انواع و اقسام کامپوننت ها درست میکنم. یکی بیزیه مثلا، یکی شمال مثلثه. انواع و اقسام کامپوننت ها تو حافظه، این چیزی که دارم میکشم دیتا هایی که توی حافظه هستن و یه سوپی از پوینترها، یه اسپاگتی. دقیقاً اگه پوینترها رو مثل رشته های ماکارونی یا اسپاگتی فرض کنید، دقیقاً میشه مثل ظرف اسپاگتی، ظرف ماکارونی. همینجوری همه چی تو هم لولیده تو حافظه و کار منظمی با اینا نمیخوام بکنم، نمیتونم بکنم. وقتی که میخوام آبجکت های از نوع دایره مو مثلا که اینا رندرابل باشن، رندرابلامون یکی یکی ویزیت کنم، باید تو حافظه هی این ور اونور بپرم که این ور اونور پریدن اون رندرابل نیست، اون بیزی یه چیز دیگه است. این هم فکر کنم بیزی بود، پس بذار اون آرام حالا بنویسم رندرابل. حالا اون یکی رو بنویسم آر. تو حافظه این ور اونور پریدارم، خب پس هزینه داره برای من و من نمیخوام این کارو بکنم. ضمن اینکه وقتی اینا رو تو حافظه پخش و پلا میکنم همه چی میشه پوینتر دیگه و پوینتر هم باز مشکلای خودشو داره. مثلا خیلی راحت این ولیدیت میشه اگه من یکی که به یه چیز دیگه پوینتر داره رو اون یه چیز دیگه رو حذف کنم، بعد باید حواسم باشه که این پوینتر رو هم اینوالیدیت کنم. به هر حال چیزی که من لازم دارم یه دیتا است. بذارم ببینم که چجوری میتونم پاک کنم اینا رو. با این پاک کنه که فایده نداره، بذار هاندو کنم. چیزی که من لازم دارم یه دیتا استراکچر شبیه آرای است. یه چیزی شبیه آرای لازم دارم که خب بکنم هم خوب یه دیتا استراکچر شبیه آرای لازم دارم که بتونم کامپوننت ها، اون چیزهایی که شبیه همن رو توش الوکیت کنم. مشخصا اندازه این آرای من هی باید تغییر کنه چون من نمیدونم که تا اول چند تا رندرابل دارم. البته اینم استراتژی قابل قبولیه که من تعداد رندرابلامو از اول بدونم و به همون اندازه، به اندازه حد اکثر الوکیت کنم. مثلا بگم من 10000 تا رندرابل خواهم داشت و به اندازه 10000 تا رندرابل حافظه الوکیت کنم. منتها اگه برای همه انواع کامپوننت هم این کار رو بکنم، برای کالایدبل هم همین کار رو بکنم، برای پوزیشن کامپوننت هم مثلا فرض کنید از رندرابل هم اگه جدا باشه همین کار رو بکنم، برای HP مثلا همین آبجکت هم HP دارن، برای این کامپوننت هر کدوم براش 10000 تا 30000 تا 50000 تا الوکیت کنم، خیلی زود میبینم که 5 گیگابایت حافظه مصرف کردم و به اندازه 100 مگابایت کلا دیتا دارم توش، چون دارم همه آرایه هامو بدبینانه الوکیت میکنم. بذار این سفیدی رو یکم ببندم، دارم میخوام حرف بزنم، چشهای خودم حداقل کور نشه. شما هم مطمئنم صفحه سفید دوست ندارید. بذار این صفحه پینتر شاید بتونم بک‌گراندش رو کلا سیاه کنم. خلاصه کاری که من میخوام بکنم اینه که یه جور آرایه خاص، یه جور آرایه، بذار اینو بگم که آرایه ها معمولاً آرایه ها آرایه مثل وکتور، آرایه هایی که سایزشون عوض میشه، چرا رنگه، آرایه هایی که سایزشون عوض میشه معمولاً استراتژی برای ریسایز شدن دارن و این استراتژی ریسایز شدنشون با کپی همراهه. من یه آرایه با طول 2, 4, 6, 8 تا دارم که اول 3 تا آبجکت توش میریزم، بعد 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا که پر شد، آبجکت نهم رو که بخوام به این اضافه کنم، تو این آرایه اتفاقی که میفته اینه که یه فضای بزرگتر مثلا معنازه دو برابر الوکیت میشه اون زیر و اینا عیناً کپی میشن این تو این 8 خونه اول و اون آبجکت آخری هم دیتای جدیدم میره این تو آبجکت جدید و حالا 7 تا خونه خالی هم بعدش دارم، 3, 4, 5, 6, 7, 8 هفت خونه خالی هم حالا بعدش دارم که میتونم اینسرت کنم اون تو و باز دوباره اینو بعدش ریالوکیت باید بکنم وقتی که بیشتر 16 تا لازم داشتم و الی به همین ترتیب. این کپیه برای ما هزینه جدیه. فرض کنید که من 1000 تا کامپوننت 100 بایتی دارم و 100 کیلوبایت دیتا است و وقتی میخوام 1001 کمی رو اینسرت کنم یه کپیه
نسبتا بزرگ اتفاق میفته. به هر حال کپیه که ترجیح میدم انجام نشه. هزینش دقت کنید که چون اگر تایمش رو انالایز کنیم که چقدر هزینه هر کپیه در طول عمر یا ابجکتی مثل این وکتور، خواهید دید که هزینه ثابته، یعنی کانستنت او یکه این هزینه کپی. یعنی من او ان دو نیست مثلا اضافه او یا او ان هم حتی نیست اضافه کردن یه عنصر جدید. اگر امورتایز تایمش رو حساب کنیم و به طول عمر ابجکت انتا عنصری که تو این میخواین اینسرت کنن توجه کنیم و محاسبه درستش رو انجام بدیم، خواهید دید که او یکه اینسرت کردن هر element. ولی به هر حال بعضی وقتا بعضی element ها هستن که هزینه‌شون خیلی زیاده. کاری که من میخوام بکنم اینه که از قابلیت های virtual memory استفاده کنم. همه architecture های مدرن، همه hardware های مدرن، همه CPU و سیستم های مدرن از virtual memory استفاده میکنن و یه MMU خیلی جدی دارن تو hardwareشون، memory management unit خیلی جدی دارن. نوت پدم کن MMU memory management unit. این یه چیز هاردوریه که یه کار خاصی انجام میده، توی به سی پی یو کمک میکنه که آدرس ها رو از virtual address تبدیل کنه به physical address. البته تو آرکیتکچرهای خیلی مدرن توی مثلا چند سال اخیر که این وظیفه ستاپ کردن این MMU و منیج کردن MMU همیشه با سیستم عامل بوده. تو چند سال اخیر وقتی کانسپت ویرچوالیزیشن و هایپروایزر، این ویرچوالیزیشن با این ویرچوالیزیشن فرق میکنه، ویرچوالیزیشن در مورد یه چیزی دارم صحبت میکنم، هایپروایزر ویرچوال ماشین و این چیزا دارم صحبت میکنم، کانسپت هایپروایزر که پیش میاد اون وقت منیجمنت یه ذره پیچیده‌تر میشه. یکی دیگه اون زیر هست که از سیستم عامل هم دسترسی به سیستم بیشتره و میتونه سیستم عامل های مختلفو ران کنه، همونجوری که سیستم عامل پروسس های مختلفو ران میکنه. ولی خب ما به اون کانسپت کاری نداریم، ما با سیستم عامل سر کار داریم و پایین تر از سیستم عامل هم چیزی نمیبینیم. یعنی تنها لایه سافتوری که باش سر کار داریم سیستم عامله و اون چیزی رو از هاردور میبینیم که سیستم عامل به ما اجازه میده، دیگه از اون ما بیرون نمیتونیم بزنیم. به هر حال اتفاقی که تو اکثر کامپیوترهای مدرن و اکثر آرکیتکچرهای مدرن میفته اینه که آدرسای حافظه‌ای که شما ازشون شما باهاشون سر کار دارین، شما میبینینشون، این آدرس‌های واقعی و آدرس‌های فیزیکال نیستن. اگه یه آدرس، حالا مثلا من خیلی مهم نیست ولی مثلا 32 بیتی میزنم، 64 بیتی هم میتونید، مهم نیست خیلی 32 بیتی 64 بیتی فرقی نمی‌کنه. وقتی شما یه پوینتری دارید که یه پوینتری دارید که شکلش هست مثلا 0x a b c d e f g h i بزنین یه چیز بنویسم، هکس بنویسم، 4 5 6 7 مثلا یه پوینتر 32 بیتی این شکلی داریم، این پوینتر 32 بیتی ما از یه پروسس توی تیبل های لوکاپ میشه، مثلا 12 بیت اولش برای یه چیز است، حالا میگم چی و 10 بیت رو نمیتونم جلو کنم، دو تا 10 بیتی هم قبلش هست که یه 10 بیت اینجا داره، نمیدونم چرا این جزئیات چیزی رو دارم میگم، 10 بیت به اضافه 10 بیت به اضافه 12 بیت که میشه 32 بیت. این پوینتر 32 بیت شکسته میشه به این گروه ها. 10 بیت اول توی جدول 1024 تایی سی پی یو این کارو انجام میده، سی پی یو توی جدول 1024 تایی از این 10 بیت به عنوان ایندکس استفاده میکنه، یه لوکاپ انجام میده، اسم جدوله پیج تیبل دیگه، اسمش فکر کنم لوکال پیج تیبل یه هم چیزی باشه، اسمش خاطرم نیست واقعا توی مثلا منوال اینتل اسمش چیه مهم نیست، یه جدول 1024 تایی رو یه لوکاپ انجام میده که آدرس پیج تیبل لول بعدی رو پیدا کنه، تو اون پیج تیبل لول بعدی با این 10 بیت دوم یه لوکاپ دیگه انجام میده، یعنی پیج تیبل بعدی هم ازش 1024 انتری 1024 تا انتری داره، دو به توان 10 تا انتری داره، یه لوکاپ دیگه انجام میده و آدرس فیزیکی یه پیج رو پیدا میکنه که این 12 بیت آخر میشن آفست دیتا توی اون پیج. پس پیجامون 4096 بایتن در حالت عادی روی آرکیتکچرهای اینتل و سازگار با اینتل، فکر میکنم روی آیتانیوم شاید 8192 بایت بودن، یعنی شاید هم بزرگتر بودن.
یه جور دیگه، یه جور پیج تیبل دیگه داریم که این آدرس رو اینجوری تقسیم میکنه به 10 بیت به اضافه 22 بیت که اون پیج تیبل، یعنی این پیج تیبل اصلی، اون پیج تیبل تاپ لولمون یه علامتی ممکنه داشته باشه توی اون انتری مربوط به پیجی که داریم دنبالش میگنیم که این یه لارج پیجه و پیج 4 مگابایتیه. بیخوری دارم تو جزئیات سخت افزاری میچرخم. خلاصش اینه که حافظه، کل حافظه تقسیم میشه به قطعات، فرض کنید 4 کیلوبایتی، بعضی وقتا 4 مگابایتی، بعضیش میتونه 4 مگابایتی باشه، تقسیم میشه به قطعات 4 کیلوبایتی و این قطعات 4 کیلوبایتی توی آدرس سپیس شما اینا پشت سر همن. یعنی شما پوینترهای حافظه رو پشت سر هم میبینید، یعنی مثلا همون آدرسی که اونجا نوشتم 0x01. خب یه لحظه، من کاری داشتم، مجبور شدم برم. کجا بودم؟ در مورد ویرچوال مموری داشتم صحبت کردم. خلاصه نتیجه این اتفاق، نتیجه این پیج بندی حافظه و اینکه اینا مستقل از همان، اون چیزی که شما از حافظه میبینید با اون چیزی که واقعا تو دنیای فیزیکی وجود داره، تو حافظه فیزیکی وجود داره، اینه که شما از حافظه، من و شما به عنوان برنامه‌نویس از حافظه یه همچین ویوی داریم از آدرس 0 تا F. این با 32 بیتیه ولی یه تعدادی F، حالا 32 بیتی یا 64 بیتی فرق نمی‌کنه. اگه 32 بیتی باشه 8 تا F، اگه 64 بیتی باشه 16 تا F. هر چند سیستم عامل، مثلا ویندوز ادرس سپیسش واقعا 64 بیتی نیست، فکر میکنم 48 بیتی یا 44 بیتی یا همچین عددی باشه، هنوز فاصله داره تا 64 بیت کامل. همه ادرس سپیس رو در واقع استفاده نمیکنه، ولی آدرس ها، پوینتر ها هنوز 64 بیت هم. به هر حال از آدرس 0 تا F یه تعدادی حافظه تقسیم شده به یه تعداد پیج و این هم حافظه فیزیکی شماست. مثلا کلن 2 گیگابایت رم دارید یا همچین چیزی، حافظه فیزیکی هم یه تعداد بالاخره پیج داره. و من که یه پروسس باشم، یه ادرس سپیس پیوسته یه فلت اختصاصی میبینم، این سه تا خاصیت داره، پیوسته است، فلت از 0 تا اف اف هرچیه و اختصاصیه، هیچی دیگه این تو نیست، فقط دیتا های من این توه، فقط کد من این توه، فقط DLL که من لود کردم این توه، توی حافظه ادرس سپیس منه. ولی این پیجا تو حافظه فیزیکال یه جور دیگه مپ میشه، مثلا این پیج به این مپ میشه، این پیج به این مپ میشه، این یکی پیج به یه چای اینجا مپ میشه. اینا نه پیوستن، نه اختصاصیان، نه اون که دیگه گفتم چی بود، فلت پشت سر هم، هرچی، اینا هیچ کدوم از این حالت ها نیستن. من پیجام ممکنه قاطی پاتی باشه و به خاطر اون پیج تیبلایی که سی پی یو داره و ام ام یو که سی پی یو داره که آدرس ترنسلیشن رو انجام میده از ورچوال به فیزیکال، پیجا تو حافظه فیزیکی همه جا میتونن باشن. بعضی کارا رو که میخوایم بکاریم، مثلا وقتی درایور میخوایم بنویسیم، دی ام ای انجام، دایرکت مموری اکسس انجام بدیم، اینجور کارا با هاردور واقعی سر و کار داریم که از تو ام ام یو رد نمیشه دیتا هاش، با حافظه فیزیکال سر و کار پیدا میکنه، آدرس فیزیکال مهم میشه. اکثر اوقات آدرس فیزیکال اصلا مهم نیست، مثلا نمیتونیم با آدرس فیزیکال دسترسی داشته باشیم. نتیجه این اتفاق، این چیزی که اینجا میبینید، اینه که تو ادرس اسپیس من، یکی دیگه از نتایج این ورچوال مموری و کار کردن با ورچوال مموری و ورچوال ادرس اسپیس، اینه که من میتونم یه سری از این پیجام به هیچ جا وصل نباشن. پشت این پیجا میتونه هیچی نباشه و وقتی به این پیجا دسترسی پیدا میکنم، رنگای دیگه هم دارم. مستی چقدر من نقاشیم خوبه. وقتی به این پیجا دسترسی پیدا میکنم، یه اتفاقی بیفته به اسم پیج فالت. پیج فالت چندین حالت داره اتفاق افتنش، ولی یکی از اتفاقاش اینه که من اون آدرس رو الوکیت نکردم. من همه این آدرس سپیس رو همیشه که استفاده نمی کنم، لازم نیست همه اون پیج تیبلی که برای پروسس من ساخته شده، دقت کنید که پیج تیبل هم پر پروسس هست، همه اون پیج تیبلی که برای پروسس من ساخته شده همش توش دیتا های ولید باشه، یا عالم از اون پیجا علامت گذاری شدن که اینا هیچ چی نیست پشتشون، به هیچ حافظه فیزیکی مپ نمیشن و من میتونم این پیجا رو یک یکی الوکیت کنم، از سیستم عامل بخوام که این پیج رو مپ کن به یه حافظه، مثلا میگم این پیج رو پشتش رو به حافظه فیزیکی مپ کن، من میخوام توش دیتا بریزم. در واقع الوکیشنی که شما انجام میدید وقتی از سیستم عامل حافظه میگیرید، دقیقاً یه همچین اتفاق میفته. این پیج ورچوال به یه پیج فیزیکال مپ میشه و حالا شما 4 کیلوبایت حافظه یا حالا هر چی، 4 مگابایت یا 10 مگابایت یا
چه میدونم 16 کیلوبایت حافظه جدید دارید که میتونید ازش استفاده کنید. بعضی وقتا که سیستم عامل برای کل سیستم حافظه کم میاره، رم فیزیکی بالاخره پر میشه دیگه. اگه من یه برنامه هم که 4 گیگابایت حافظه دارم، اون یکی دیگه هم 2 گیگابایت مصرف میکنه، یه برنامه دیگه 1.5 گیگابایت مصرف میکنه، خلاص یه عالمه حافظه دارن مصرف میکنن دیگه. همه اینا که تو حافظه فیزیکی جا نمیشه. همونجور که میدونیم یه چیزی، یه سیستم عامل یه چیز دیگه‌ای داره به اسم پیج فایل، که بذار اینجا بنویسم یه چیزی، اینجا ویرچوال مموریه، VM منظور ویرچوال مموریه، این یکی فیزیکال مموریه PM و اینم پیج فایل مثلا، حالا یا سواب اسپیس یا هرچی که اسمشو میخوام بذاریم. این پیج فایل بعضی وقتا سیستم عامل مجبور میشه از حافظه فیزیکال دیتا رو برداره و بندازه تو پیج فایل و این پوینتر رو عوض کنه و این پیج رو مثلا این پیج بالایی رو پوینت کنه به یه جایی توی پیج فایل. پیج فایل روی دیسکه و یه علامت خاصی تو پیج تیبل من سیستم عامل میذاره که این دیتا تو مموری نیست و وقتی به اون اکسس پیدا میکنی، سعی میکنی اون قسمت از حافظه رو بخونی که تو اون پیج میافتاده، باز یه پیج فالت اتفاق میفته. ولی این پیج فالت از یه نوع پیج فالتیه که سیستم عامل برنامه منو نگه میدونه، برنامه من وای میسته سر خوندن از یه دیتایی. وقتی من میگم آ چای بود داشتم، وقتی میگم A مساوی است با B تو برنامه‌ام، این B ممکنه توی این پیجی باشه که دیگه تو حافظه فیزیکی نیست و پیج فایل دقیقا اینجا اتفاق بیفته، یا حالا A اینجوری باشه. به هر حال یکی از این دوتا ممکنه اینجا باشن و برنامه من همینجا پیج فالت یه اینترابت دیگه، کنترل میره دست سیستم عامل. سیستم عامل اون وسط به صورت کاملا ترانسپرنت اون دیتا رو از تو پیج فایل لود میکنه توی حافظه و من نمیفهمم که دیتای من نبود، بجز پرفورمنسمو خراب میکنه نمیفهمم که نبود. هر چند در طول سالیان دراز وقتی که حافظه ها خیلی حجمشون زیاد شده و سیستم عامل ها بهتر شدن و دیسک ها حتی بهتر، یک کمی بهتر شدن، پیج فالت دیگه واقعا مشکل برنامه های ما نیست. برنامه های ما معمولا با یه تعدادی پیج هر لحظه سر و کار دارن که بهشون میگم ورکینگ ست، با یه تعداد پیج سر و کار دارن. مثلا برنامه من ممکنه با 1 مگابایت حافظه تو ورکینگ ست شروع کنه، واقعا 1 گیگابایت حافظه الوکیت کرده، 1 گیگابایت هم دیتا داره، واقعا دیتا و کد داره، ولی با 1 مگابایت الان کار داره، بعد یه ثانیه بعد با 10 مگابایت دیگه کار داره. این کم کم اینا خارج میشن دوباره وارد میشن. پیج فالت واقعا مشکل برنامه‌های امروزی نیست، مشکل پروسسورهای امروزی نیست. اگه واقعا پیج فالت دارید میخورید، یعنی اینکه رمتون خیلی کمتر از اون چیزیه که باید باشه برای زندگی روزمره‌تون. بله اگه 1 گیگابایت کلا سیستمتون رم داره و میخواید یه عالمه انفسور گنده ران کنید، به پیج فالت میخورین، پیج ترشینگ یا هر چی. هی دیتا میره رو هارد دیسک و دوباره میاد بیرون و پرفورمنستون بد خواهد. به هر حال حالا دارم مسیر ذهنیمو یه ذره گم میکنم. خب چیزی که میخواستم بگم، آها، پیجای توی ویرچوال مموری یک استیت دیگه هم میتونن داشته باشن. من میتونم این نکته کلیدیه که ما میخوام از استفاده کنیم. من میتونم ویرچوال مموری رزرو بکنم، بعضی پیجا رو رزرو بکنم که به چیز دیگه الوکیت نشن، یعنی سیستم عامل بدون اون پیجا رو یکی میخواد استفاده کنه ولی کامیتشون نکنم. دقت کنید که دو تا اصطلاح اینجا هست و یکی ریزرو کردن، هیچ ربطی به پیج فالت ندارن، ریزرو پیج و کامیت، اینا اصطلاح های ویندوزیه. حالا احتمالاً commit a page تو ویندوز که اصطلاحشون وین 32 API توی سیستم عامل دیگه الان تو ذهن من شاید اصطلاحات منطقی یا رزرو و کامیت. به هر حال کامیت کردن اینه که من بگم برای من یه پیج فیزیکال پیدا کن، تو فیزیکال مموری یه پیج پیدا کن که پشت این پیج ویرچوال مموری قرار بگیره که من واقعا میخوام از این پیج استفاده کنم، میخوام تو چیزی بنویسم، ازش بخونم، هر چی. رزرو کردم فقط اینه که میگی این پیجا رو، این 1 میلیون تا پیج که میشه مثلا 4 مگابایت و نه میشه 4 گیگابایت، این 1 میلیون تا پیج رو برای من رزرو کن، به هیچ کس دیگه اینا رو نده تو برنامه من، بالاخره اون DLL یا اون فانکشن میخواد حافظه الوکیت کنه. من یه جایی از کدم میگم این 4 گیگابایت رو رزرو کن ولی کامیتشون نکن، پشتش لازم نیست فیزیکال مموری باشه، فعلا رزروشون کن. اینا رو من نمیتونم توشون دیتاهای بنویسم یا بخونم ازشون، ولی کس دیگه هم اونا رو نمیتونه الوکیت کنه. اگر یه نرم افزاری مثلا پروسس اکسپلورر داشته باشید، میتونید مقدار این،
حتی متاسفانه اصطلاح های مموری منیجمنت تو ویندوز تو هر سیستم عامل پیشرفته‌ای چیز پیچیده‌ایه. الان مثلا پرایوت بایتس، حالا که سیستم به اون کاری نداریم، چه میدونم مثلا فایرفاکس هم 717 مگ پرایوت بایتسشه، 746 مگ ورکینگ ستشه و 1.6 ویرچوال سایزشه. کل اون مقداری که از ادرس اسپیسش که الوکیتش کرده فایرفاکس 1.6 گیگابایته که مموری الوکیت کرده، کامیت و رزرو. اینجا شاید خیلی جای خوب نیست برای اینکه رزرو و کامیت و فرداشنشونتون بدم، ولی به هر حال و از این مقدار فقط داره 750 مگ یا 746 مگش رو استفاده میکنه، نصفش تقریبا، بیشتر از نصفش استفاده نمیشه، جزء ورکینگ ستش نیست، جزء دیتای فعالش نیست، اون بغل هست. اگه من برم تو فایرفاکس و تبامو عوض کنم، که الان کارو نمیخوام بکنم، ولی به هر حال اگه برم تو فایرفاکس و تبامو عوض کنم، این عدد بالا پایین میشه، این ورکینگ ست بالا پایین میشه. پرایوت بایتس یا عالمه عدد دیگه هم برای مموری، یعنی اصطلاح دیگه داریم انواع اقسام پیجا و مموری که الان وارد بحثش نمیخوام بشم. اونا به این مربوط میشن که این پیجای فیزیکال مموری میتونه بین بیشتر از یه دونه پروسس شیر بشه. فرض کنید که من کرنل 32 DLL، یه DLL ویندوزی که همه ازش میخوان استفاده کنن، لود میکنم تو ادرس اسپیس برنامه‌ام، کدیه که میخوام ازش استفاده کنم و به جز من احتمالاً 100 تا پروسس دیگه هم دقیقاً همون DLL رو دارن لود میکنن و کد اون DLL بین همه مشترکه، تغییری نمیکنه. کاری که سیستم عامل میکنه، همه سیستم عامل مدرن این کارو میکنن، این که اون شرد آبجکت رو یا اون دی ال ال رو یا هر چی اسمشو بذاریم و یه بار لود میکنه یه جایی تو فیزیکال مموری که اصلا ممکنه پیوسته اینجوری هم نباشه، بعد اون پیجا رو جاهای مختلف مپ میکنه تو حافظه های پروسس های مختلف، تو ورچوال مموری های مختلف. هیچ دلیل نداره که دو تا پیج تیبل مختلف که مال دو تا پروسس مختلفن نتونن به یه پیج اشاره کنن تو فیزیکال مموری. اینجوری کلی فیزیکال مموری صرف جویی میشه توش. یه روش دیگه اینه که یه کار دیگه که با ویرچوال مموری میشه کرد که شاید شنیده باشین، مموری مپ کردن فایل است. مموری مپت فایلز یا مموری مپینگ اسمشو بذارم، مموری مپ آی اوکی نمیتونم بذارم، اون چیز دیگه است، ولی به هر حال مموری مپ فایلزه. همین جوری که پشت فیزیکال مموری پیج فایل قرار میگیره در حالت عادی، من میتونم یه فایل گنده، مثلا دیتابیسی یه چیزی، یه فایل گنده رو مموری مپ کنم توی قسمت از ویرچوال ادرس اسپیس، هم ویرچوال مموری، یعنی یه قسمت از ویرچوال مموری من پشتش به جای اینکه فیزیکال مموری و بعدش پیج فایل باشه، پشتش ممکنه فیزیکال مموری و بعدش یه فایل خاص باشه، مثلا اسم فایل دیتا دات بین مثلا، هرچی دستم درد نکنه با این دست خطا، data.bin این کلمه هست اگر نمیتونید بخونید، پشتش ممکنه این باشه، یعنی یه پیج فیزیکال مموری ممکنه پشتش یه جایی یه پیجی از این فایل باشه و وقتی سیستم عامل این پیج رو میخواد از فیزیکال مموری بریزه بیرون یه چیز دیگه بذاره جاش، این پیج رو تو پیج فایل نمینویسه، میگه خب تو اون فایل هست این پیج، برای همین میریزه دور و تو پیج تیبل، اون قسمت از انتری پیج تیبل که اشاره میکرده به این پیج، تو اون مینویسه که تو دیتا توی این فایل و اینجاست. واقعا با این دیاگرامی که کشیدم، به هر حال این مموری مپ کردن فایل ها هم چرا نمی‌کرد؟ اگه نمی‌فهمی مشکل خودشه. مموری مپ کردن فایل ها هم کار جالبیه و ممکنه ما از این اصلا استفاده کنیم، یعنی فایل های مثلا لول هامون یا ریسورس هامون رو اینجوری مموری مپ کنیم که مستقیم انگار لود میشن تو حافظه. و کاری که سیستم عامل میکنه وقتی یه فایل رو مموری مپ میکنی و میخوازش بخونی، هیچ قسمت از اون فایل رو لود نمیکنه تو حافظه، تنها کاری که میکنه اینه که پیجا رو علامت توشون میزنه که پیجا توی اون فایلن و اویلیبل نیستن و شما هر کدومو که فرض کنید، هر کدومو که میخواید بخونید، یه پیج فالت اتفاق میفته و بعد دیتا از تو اون فایل لود میشه تو حافظه پیج و شما اصلا نمیفهمید، یعنی هیچ کار لازم نیست، هر قسمت از فایل رو که استفاده کنید واقعا لود میشه تو حافظه. حتی میتونید به سیستم عامل بگید اگه من یه پیج حافظه رو نوشتم توش چیزی، دقت کنید که وقتی میخواین دیتا رو بنویسید و بخونید، دیتا باید بیاد تو فیزیکال مموری، یعنی تو این هیچ شکی نیست و هیچ دررویی نداره، مستقیم نمیتونید از فایل بایت به بایت بخونید و بنویسید، فایل اون پیجش میاد تو فیزیکال مموری، اون پیجی که دارید میخونید یا میخواین بنویسید. وقتی بنویسیدش، هر بایتی که می‌نویسید تو فایل میتونه نره، میتونه وقتی که پیج رو تو پیج 3000 بایت از 4096 بایت مثلا شما تغییر بدید و هیچی تو فایل نوشته نشه، وقتی اون پیج میخواد اویکت بشه اصطلاحاً از فیزیکال مموری، میخواد بیفته بیرون،
دیتاش چون درتیه و توش چیزی نوشته شده، سیستم عامل میره دیتاشو توی فایل مینویسه. این کارو میتونید بکنید میتونید نکنید، بهش میگن رایت بک کشینگ. حالا کلا یه اصطلاح خیلی کلیه، فقط مربوط به این سیستم نیست. میدونم که این توضیحات دیگه دارم هیچ معنی نداره، امیدوارم برای اونایی که اصلا هیچی در مورد ورچوال مموری منیجمنت و ورچوال مموری و مموری منیجمنت کلا توی سیستم عامل چیزی نمیدونن، روی سیستم عامل مدرن، حالا نیمه مدرن، توضیحی که من دادم مثلا مال 10 سال پیشه، شاید واقعا 20 سال یا بیشتره که سیستم عامل دارن قطعا این کارو میکنن، بیشتر از خیلی بیشتر از 20 ساله، حداقل سی پی آی اینتل که از زمان 386 راحت میتونن این کارو بکنن از دهه 80، ولی سیستم عاملای سیویتی مثلا ویندوز NT این کارو میکنه، لینکس و یونیکس هایی که روی x86 هستن این کارو میکنن. فرض میکنیم که از اواسط دهه 90 یا اول دهه 90 این همه گیر شده این سیستم، به هر حال بیشتر از 20 ساله که این دیگه همه گیره این سیستم که براتون توضیح دادم، و خیلی پیشرفته تر از این و خیلی پیچیده تر از این و خیلی با جزئیات بیشتر از اینه. الان احتمالاً سیستم عامل خیلی کارهای خفن تری میکنن، ویندوز من میدونم خیلی کارهای دیگه ای هم انجام میده که جزئیاتش حالا به درد ما خیلی نمیخوره، مهم نیست. اگر نبلش کن رفرنس نمیخوام معرفی کنم، اگه برای کسی جالب بود از من بپرسه، یه جوری شاید توی پرسش و پاسخ بگم. الانم آیدی با من نیست ضمناً، اگر برای همین سوالی انتظار نداشته باشید. خب از این که بگذریم، حالا کاری که من میخوام بکنم، آها برسیم به کاری که میخوام بکنم. کاری که من میخوام بکنم اینه که بزنم نیو اگه بکنم، اینو باید بریزم دور کلا، MS Paint دیگه اجرا میکنم، اینستانس دیگه از MS Paint اجرا میکنم، مشکیش میکنم اینم و رنگم هم زرد. بد نیست، زرد دیده نمیشه احتمالا برای شما، ولی خب لیمویی تقریبا، شاید سفید دیده بشه یا خاکستری. آره کاری که من میخوام بکنم اینه که توی ویرچوال مموریم که مثلا ادرس سپیس هم این باشه، بذارید یه خط صاف و یه خط دیگه و این از دو طرف همینجوری ادامه داره، من وقتی یه آرایه‌ای که میدونم اندازش میتونه خیلی بزرگ بشه میخوام الوکیت کنم به ورچوال مموری من، به مموری منیجمنت سیستم عاملم بگم که برای من یه تیکه خیلی بزرگی رو رزرو کن، مثلا به اندازه حد اکثر سایزی که این ممکنه واقعا یه وقت داشته باشه، مثلا به اندازه 100 مگابایت میبی بایت، در واقع اگه بخوایم دقیق تر باشیم به اندازه 100 میبی بایت، میبی بایت با تلفظ کنم، بله بنده 100 میبی بایت مموری برای من رزرو کن. دقت کنید که الوکیت واقعا انجام، الوکیت ادرس سپیس رو الوکیت دارم میکنم، آره بنده 100 مگابایت، این برای یه آرای است، آرایی که حد اکثر میتونه 100 مگابایت بشه اندازه، 100 میبی بایت بشه اندازش، میبی بایت یعنی 2 به توان 20 بایت، مگابایت یعنی 10 به توان 6 بایت. آره میبی بزنین ببینم ویکی‌پدیاشو میتونم اینا میبی کیوی کیوی اینا ببینیم از کجا سرار میاریم، فکر کنم تو ویکیپیدیا یه چیز در مورد گی بیار باینری پریفیکس. آره میتونید این پیج ویکیپیدیا رو بعدم بخونید اگر خواستید، باینری پریفیکس. اگر میخواییم دقیق صحبت کنیم بهتره که از پیشوندای کیبی میبی گیبی تبی پبی، همون کلمه های عادی کیلو مگا گیگا ترا پتا اگزا و حالا اون زتا و یوتار که من هیچ وقت حالا تو عمرم استفاده نکردم به جز الان، ولی به جای اونا باید دو حرف آخرش رو بردارید و به جاش بی بذارید، فقط همین. خلاصه این صد میبی بایت خواهد بود حد اکثر، اگه من میگم مگا بایت بعضی وقتا منظورم همین میبی بایت، ولی من واقعا تو این آرایه که این آرایه فرض کنید هست 100 هزار تا 1000 بایت، درسته 100K المنت داریم، ضرب در 1 کیلوبایت هر المانمونه مثلا تو این آرایه، درسته میشه همون 100 مگابایت دیگه. منتها اولش که این آرایه توش چیزی نداریم، که اولش هیچی از اینا رو کامیت نمی‌کنیم هیچکدوم از این پیجا رو، اگه من بعد یه عنصر می‌خوام اضافه کنم یه پیج اینو واقعا کامیت می‌کنم و بعد یه پیج دیگر رو کامیت میکنم و بعد یه پیج دیگر رو کامیت میکنم، هر چقدر لازم دارم اینو هر پیجاشو کامیت واقعا میکنم. پس این پیجا رو فقط رزرو میکنم، اینجا اولش رزرو
کسی اینو ریزرو نمیخونه، اینو ریسورفد توی مایه های یک چیزی ممکنه بخونن. خب ریزرفد و انقدر کمیتد، کمیتد دوتا تی داره از هم آره دیگه برس بخوابانش بکنم با دوتا تی داشته باشم قدم کامیتد. هر چقدر لازم بشه کامیت میکنم، وقتی هم که باز خالی میکنم وکتورمو دیکامیت میکنم یا دوباره از حالت کامیت برمیگردونم با حالت ریزرف. اینجوری آرایه من بسش همیشه کانتیگیوس میمونه حافظه آرایم و هیچ ریالوکیشن و کپی ندارم. و چی دیگه؟ آها، و حافظه واقعی هم الوکیت نمی‌کنم، یعنی از فیزیکال مموریم چیزی بیشتر از اون از اون حدی که لازم دارم الوکیت نمی‌کنم. یه کمی اسلک ممکنه وجود داشته باشه چون هر پیج من 4 کیلوبایت، ممکنه یه ذره اسلک داشته باشم مثلا 3 کیلوبایت تاش بی استفاده. اونه که طبیعی هم هست، برای وکتورهای عادی هم استفاده این مسئله پیش میاد و وکتور عادی هم یه مقداری همیشه کپاسیتی بیشتر از سایزش داره، یعنی یه مقدار داره اضافی که تا پر بشه. مال من تازه اسلکش کمتر خواهد بود، مال این سیستم. توی این سیستم مشکلاتش یکی اینه که این توی پروسس 32 بیتی من این کار رو نمیتونم بکنم، چون که ادرس سپیس توی پروسس 32 بیتی، توی برنامه 32 بیتی یه ریسورس خیلی محدوده. توی ویندوز وقتی دارم یه برنامه 32 بیتی مینویسم بیشتر از 4 گیگابایت ادرس سپیس ندارم، و از این 4 گیگابایت هم در حالت عادی 2 گیگابایتش رو باید اینو سیستم عامل میگیره برای لود کردن DLL خودش و دیتاهای خودش و دیتا استراکچرهایی که کرنل، یعنی سیستم عامل لازم داره توی پروسس من، یکیش مثلا همین پیج تیبل شاید باشه. حتی پیج تیبل فکر کنم توی پروسس من نیست، اصلا نمیتونه باشه، ولی خب به هر حال آره یه چیزی پیج تیبل مثلا یکی از اون دیتا استراکچرهایی که یکی از اون چیزایی که آدرس فیزیکالش رو باید داشته باشه، ما اصلا نمیتونیم منیپولیتش کنیم به عنوان یه پروسس عادی. آره به هر حال خلاص داشتم بدیهای این روشو میگفتم. توی پروسس 32 بیتی من 2 گیگابایت بیشتر ادرس اسپیس ندارم. دقت کنید که من در مورد حافظه صحبت نمیکنم. 2 گیگابایت بیشتر ادرس اسپیس ندارم، یعنی 2 گیگابایت بیشتر حافظه نمیتونم مثلا استفاده کنم. به خاطر همین من نمیتونم 5 تا از این 100 مگابایتی رو الکی الوکیت کنم از ادرس اسپیسم، حتی اگه پشتش حافظه فیزیکی نباشه و حافظه فیزیکی چیزی کامیت واقعا نکنم. 100 مگابایت ها رو نمیتونم 1/4 500 مگابایت از ادرس اسپیسمو بریزم دور. توی پروژه گرشاس که خیلی وقت پیش مال چند سال پیش، مال 5 سال پیش دیگه حداقل، ما یکی از بزرگترین مشکلامون، یعنی که از اون ریسورسایی که سریعتر از همه تمومش کردیم و ازش زدیم بالا، همین ادرس اسپیس بود. به خاطر اینکه حالا به دلایلی ما تمام ریسورسای گرافیکیمون هم توی حافظه، توی رم سیستممون لود می‌کردیم و اونطوری نگه می‌داشتیم. به خاطر همین، برای اینکه اگه کانتکستمون از بین، مهم نیست این مسئله گرافیکی بود، حالا مهم نیست، ولی خب ادرس اسپیسمون سریع پر میشد. حتی وقتی هم که برای خود بازی این مسئله رو حل کردیم، چون بازیمون می‌خواستیم 32 بیتی باشه، چون 5 سال پیش هنوز سیستم عامل 64 بیتی دیگه انقدر همه گیر نبود، سیستم عامل 32 بیتی هم وجود داشت. توی طولامون، توی ابزارمون، توی لول ادیتورمون که خودمون استفاده می‌کردیم، که معمولاً لول‌هایی که توش لود می‌کردیم خیلی بزرگتر از اون چیزایی بود که پلیرها می‌دیدن، خیلی دیتاهای بیشتری رو باهاش سر و کار داشتیم، اونجا ادرس اسپیسمون تموم می‌شد. و حالا بعدش لول ادیتورمون یه کاری باش کردیم، مهم نیست، یه تریکی یه تریکایی داره که بتونی ادرس اسپیس بیشتر استفاده کنی، منتها خوب خیلی خاصه نمیتونی، معمولا سیستم عامل تو باید تغییر بدی یا پارامترش تغییر بدی، نحوه بوت شدنش رو تغییر بدی. یه کاری راهش اینه که این پروسس تو کلا برنامه‌تو 64 بیتی بنویسی دیگه. تو 64 بیتی یه عالم ادرس اسپیس داری، 64 2 به توان 64 بایت خیلیه، ادرس اسپیسی که 2 به توان 64 بایت باشه خیلیه، حتی 2 به توان 48 بایت هم خیلیه. 2 به توان 48 بایت میشه 256 ترابایت، 256 تبی بایت البته باید بگم، ولی به هر حال 256 ترابایت. و 256 ترابایت حداقل چه میدونم 10000 برابر رمیه که ماها ممکنه ببینیم. الان سیستم من 24 گیگ رم داره و 256 ترابایت 10000 برابرشه، تقریبا بیشتر از 10000 برابر اینه. خلاصه این که توی 64 بیت پس این مشکل رو من ندارم که ادرس اسپیس هم حروم بشه. یه مسئله دیگه TLB pollution، translation lookaside buffer، translation lookaside buffer دیگه، آره
ولی اون نگرانی ما واقعا نیست. من پیجای زیاد بی خودی وقتی داشته باشم و بهشون اکسس پیدا کنم، شبیه کش مهم نیست، اصلا نمیخوام در موردش صحبت کنم، مسئله واقعی نیست، مشکل واقعی نیست. TLB فقط یکی از بهترین تکنولوژی هایی که تو CPO وجود داره الان، خیلی وقت داره، شاید 30-40-50 سال باشه که حداقل ایدهش وجود داشته، و مهمترین کاریه که CPU برای افزایش پرفورمنس میکنه، هیچی دیگه در موردش نمیگه. مشکل بعدی که این روش داره چی میتونه باشه؟ آه، خود این سیستم کالیه که مموری رو رزرو و کامیت و این چیزا میکنه. این یه سیستم کاله، من نمیتونم یه پیج یه پیج رزرو و کامیت و این کارا رو باش این کارا رو باش. رزرو که همیشه باید همشو با هم رزرو کنم، ولی کامیت و آن کامیت و کامیت و دی کامیت نمیتونم یه پیج یه پیج بکنم، باید اینا رو گروهی انجام بدم. چه میدونم 100 تا پیج 100 تا پیج یا 10 تا پیج 10 تا پیج، هر چی که چیزام بود، سیاستم بود، اونجوری انجام بده. اینم از این هزینه سیستم کالی که مموری رو کامیت میکنه یا آن کامیت میکنه. بعد احتمالاً حافظه‌ای که استفاده میکنم باید پشتش پیج فایل باشه، که خب هست قاعدتاً اگه از حافظه واقعا استفاده کنم، بالاخره یه موقعی تو پیج فایل نوشته میشه یا ازش خونده میشه، که اینم مشکل بزرگ نیست، مثل بقیه رم میمونه. احساس میکنم که یه مشکل این سیستم داشت که یه مشکل دیگه هم که داره اینه که پیاده سازی این سیستم پلتفرم دیپندنت. این میشه اولین، احتمالاً اولین بخش کدمون که پلتفرم دیپندنته. برای پلتفرم‌های مختلف من باید اینو هی پیاده سازی کنم، تو ویندوز یه جور پیاده سازی کنم، تو لینوکس یه جور دیگه پیاده سازی کنم، اگه بری روی اندروید باید یه کار دیگه بکنم. در مورد آی او اس واقعا مطمئن نیستم، آی او اس نمیدونم اصلا مدل ورچوال مموری چه جوریه، ولی هر سیستم عاملی که من حتی در موردش چیزی هم شنیدم که هر سیستم عامل مدرنی حتما از یه مدل ورچوال مموری مشابه این استفاده می‌کرده. پس قاعدتا خود این کانسپت کاملا پورتبله، ولی کدی که خواهیم نوشت اصلا پورتبل نخواهد بود. کدمون رو باید برای هر سیستم عاملی دوباره پیاده سازی کنیم، کد پشت این قضیه رو که مموری رو کامیت و رزرو و این چیزا میکنه. پس کاری که من امروز میخوام بکنم یا الان میخوام بکنم اینه که یه آرایه بنویسم، یا حداقل شروع بنوشتم بکنم، چون پیاده سازی وکتور یه ذره سخته، یه آرایه شروع به پیاده سازی بکنم که پشتش این کانسپت ویرچوال مموریه. اولین دیتا استراکچری که می نویسم، اول از همه یه فایل باید به پروژم اضافه بکنم که این فایل رو توی سیمک لیست هم باید سیمک لیست هم بالا هم بود فرق نمی کن توی سیمک لیست هم یه فایلی به اسم اسمشو چی بذارم؟ اسمشو میذارم Win32 platform مثلا، اسمشو میذارم Win32 memory ها، UVW. این آخر باید باشه. اسمش هست include Blacknot Win32 memory.hpp. اسم بعدی احتمالاً، چون نمیدونم چه چیزای دیگه میخواد این تو بره، ولی تو سورس هم یه دونه اضافه میکنم، سورس Win32 CPP و طبیعتا فایلاش هم باید درست کنم. فایلشو تو اینکلودم Blacknot تمپلیت HPP کپی میکنم. پاردم خوب شده. خب تا منتظر Win32 memory.hpp. خیلی دیگه من تنبلم. source Blacknot copy here، فکر کنم کپی ما از بین میبره. خب Win32 memory cpp هم هست. وقتی یه بار بیلد کنم این فایل قاعدتا اضافه میشن و کامپایل ارور باید بگیرم، چون کامپایل ارور یه بار دیگه بیلد میکنم، چون وقتی ریلود میکنه دیتای من از دست میده. این Win32 memory cpp Win32 memory.hpp رو چجوری بود؟ اینجوری. خب HPP شو این طرف و این سیمک لیست رو میبندم فعلا. توی این
این اچ پی پیشه. خب یه دیتا استراکچری تعریف میکنم، اسمشو میذارم ویرچوال مموری. بذارم اولا تو نیم اسپیس، نیم اسپیس پلتفرم این کار انجام میدم، نیم اسپیس پلتفرم سعی امیدوارم هر می چیزای پلتفرم دیپندنت هم رو بذارم تو نیم اسپیس پلتفرم، امیدوارم در مورد فایلش هم شاید فکری بکنم، همه فایل وینسیو رو بذارم توی دایرکتوری، همه فایل لینکس مثلا او اس اکس یا هر چیز دیگه اس 10 اینا رو توی دایرکتوری خودشون بذارم. فعلا خب من یه دیتا استراکچری میخوام تعریف کنم به اسم کلاس ویرچوال مموری ایریا، وی ام ایریا شاید اسم بهتری بود، وی ام ویرچوال مشین هم خونده میشه به خاطر همین، ویرچوال مموری ایریا خوبه، اسم خوبیه فعلا. این مثل یه استک عمل میکنه روی ویرچوال مموری. دقت کن کاری که من ویرچوال مموری میخوام بکنم، من میخوام یه قسمت خیلی بزرگش رو رزرو کنم فعلا، بعد کم کم ازش کامیت یا الوکیشن واقعی توش انجام بدم، کامیتش کنم کم 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 کم، گاهی وقتا این کامیتی که کامیت شده رو میخوام به سمت عقب دوباره شرینکش کنم، یعنی من این کامیتمو گرو میکنم، کامیتی که کامیتد من گرو از اینوری میشه و بعضی وقتا یعنی فقط یه گرو دارم و یه شرینک دارم براش، دو تا این اپریشن رو دارم. و همین، یعنی اپریشن خیلی زیادی روی این ندارم، اپریشن هم این شکلی خواهد بود که پابلیک یه کانستراکتور داره ویرچوال مموری ایریا، کانستراکتورش سایز کلی رو بگیره اصلا بد نیست. من که نفهمم چیو کردم، سایز تی، سایز تی تایپی نیستش که بتونم، یه هدری که باید اینکلود کنم احتمالاً، اینکلود توی درمه دیگه بلکنات، چرا بجا بکسل کامن داریم، کامن اینکلود میکنم. خب تو این کامن قاعدتاً باید تایپ هم چجوری بود، 64 جوری داشتیم، آره 64 هم داریم، 64 total یا reserve size اسمشو میذارم، reserve size و این طبیعتاً explicit باید باشه و virtual memory area destructorش هم مینویسم. این یه سری پارامتر داره که یه سری فانکشن ریپورت دادن داره، مثلا یو 64 ریزرو سایز کانست، نه احتمالا همینجا باید پیاده کنم، ریزرود سایز، بذار ریزرود نمیسه، یو 64 کامیتد، بد نیست که این کامیتد رو من املاشو نگاه کنم، واقعا مطمئن نیستم که املاش چجوریه، مایه خجالته ولی به هر حال کامیتد، کامیتد ظاهرا این شکلیه. خیلی خب اون دو تا چی داره، کامیتد سایز رو برمیگردونه، دو تا فانکشنه، بول امپتی بد نیست، کانست این چی رو میخواد برگردونه، امپتی ریترن کن صفر مساوی بود با کامیتد و یه فانکشن بول فول هم داریم که چیه، ریترن کن کامیتد بزرگتر مساوی ریزرفت. این هم 64 بیتی گرفتم به خاطر اینکه شاید بیشتر 4 گیگابایت بخوایم توش
ریزرو کنیم یا کامیت کنیم. اندازش بیشتر از 4 گیگابایت بخواد باشه. حالا فانکشن های واقعی، یه فانکشن واقعی بیشتر نداریم قاعدتا. اونم هست U64 resize و U64 new commit size. همین فکر میکنم. اگر اشتباه نکنم ممبراش هم همینا خواهند بود، یه void star، یه U64 total size یا reserved size و یه دونم U64 committed size. فکر میکنم همین باشه. حالا باید ببینیم که دیتا دیگه هم لازم یا نه. و این فانکشن رو الان میتونم بر طبق return con reserved size، این یکی هم return con committed size. پس چیزی که من واقعا باید پیاده سازی کنم فقط این سه تا، همش کپی گرفتم ولی فقط اون سه تا فانکشنه. اکسپلیسیت که هیچی. خب تو نیم اسپیس پلتفرم هم هستن اینا، برای همین داره به من گیر میده. خب حالا باید یه کار سیستم دیپندنت بکنیم و اسم این فایل هست win32 memory. برای همین من میتونم توش قاعدتا از هدر، از هدرهای ویندوز استفاده کنم، include windows.h. یه کاری که میتونم بکنم که فکر میکنم define الان واقعا دیگه مهم نیست، من معمولا انجام میدم. تو شاید تو کانفیگ بذارم بهتر باشه. آره. فایل کانفیگمون کجاست؟ کانفیگمون کانفیگ میدونیم که قبل از همه چی حتما اینکلود میشه دیگه. کمی کارای ویندوزی باید بکنیم توش. if defined win32. win32 هم توی هم ویندوز های 32 بیتی هم 64 بیتی دیفاین میشه، برای همین لازم نیستش که نگران. فکر کنم وین ور رو، ویندوز ورژن رو باید بزنم. حالا اینکه نمیفهم اینجوری ویندوز ورژن رو هم باید دیفاین کنم، مثلا سفریکس میخوایم روی ویندوز XP اجرا بشیم، ایکسی بالاتر، این از فیچرهای ویندوز XP و بالاتر استفاده کنیم. برای همین یا 600 مال ویستا، 51 هم مال XP، 600 ویستا، ویستا یا بالاتر میخوایم ساپورت کنیم. اگه XP میخواستیم ساپورت کنیم باید میوردیم پایین. یه چیزای دیگه هم از وین NT، حالا فعلا این باشه، بعدن اگه چیز دیگه هم برای ویندوز به طور خاص لازم بود می‌نویسم. دقت کنید که این win32 رو کامپایلر، تقریبا کامپایلر دیفاین می‌کنه، یعنی همیشه دیفاین شده هست win32 وقتی داریم رو ویندوز کامپایل می‌کنیم. msvware رو مثلا هر وقت روی ویژوال استودیو داریم کامپایل می‌کنیم msvware دیفاین شده هست. بذار پس اینجا یه چیز دیفاین دیگه هم انجام بدم، دیفاین bknt OS is win those. اینم به یک دیفاین میکنم همینجور که اینجا نمیدونیم جلوتر. اینا هم که فعلا کاری باشون نداریم، اینا خیلی مهم نیست، اینو
خیلی تحویل نگیرید. مشکلات ممکن ایجاد بشه اگه من اینا رو دیفاین نکنم، وینور و غیره رو، ولی مطمئنم یکی دوتا چیز دیگه هم بود باید دیفاین میکردم. شاید وین ان تی اندرلاین ور یه چیزی توی این مایه هم بود. به هر حال الان ویندوزش رو اینکلود کردم. فانکشنی که من باید استفاده کنم برای ریزرو کردن و بذار اینا رو اینجا تعریف نکنم، مساوی نال پوتر مساوی صفر مساوی صفر و اینجا فقط من ریزرو سایزم و ام ریزرو سایز ریزرو سایز اینجوری. فانکشنی که باید استفاده کنم ویرچ فانکشن ویندوزی هست به اسم ویرچوال الک. ویرچوال الک اکس رو هم چک میکنم ولی ویرچوال الک فکر کنم استفاده کنم. ممکنه هلپش اینجا نیاره به طرز مسخری. دقیقاً کاری که من میکنم میگم که msdn virtual خب این فانکشن virtual الک اینجا من خودم پارامترش میتونم ببینم. یه اچ پروسس میخواد. خب این توی پروسس های دیگه هم میتونه الک کنه. همون virtual الک خالی رو میخوام استفاده کنم. یه ادرس میگیره، اوکی، dw size میگیره، ادرس اون سایز t سایز flags و protection این هست پارامترش. اگه یه بار دیگه تایپ هاشو نگاه کنید، تایپ های ویندوزی تایپ های جالبی هن. کلی چیز آدم ازشون یاد میگیره، کاری که نباید بکنه رو کلی یاد میگیره. msdn virtual alloc ویرچوال الک رو پیدا کنیم. ریزروینگ کامیتینگ هم شاید بردم بخوره. خب این دفینیشنش رو ببینید. اولا چیزی که برمیگردونه LP void. LP void یعنی لانگ پوینتر به void. لانگ پوینتر مال عهد دقیانوسه، مال موقعی که پوینتران نیر و فار و غیره داشتن، آدرس ها 16 بیتی و 32 بیتی، مال ترانزیشن از 16 بیتی به 32 بیتی یا حتی از 16 بیتی به 24 بیتی، نه مال حتی 16 بیتیه، مال زندگی خیلی قدیمه، مال خیلی قبل از اینکه احتمالاً بیشتر کسایی که دارن این ویدیو رو میبینن به دنیا بیان. حتی برای همین ما نگران شدیم. LP void یعنی void star، یعنی پوینتر به void. اینو به اشتباه اینجور اسم گذاری رو برای تایپ ها مثل LP void، مثل این LP void، مثل D word، all D word، مثل این اینو بهش میگن LP address. پارامترش نگاه کنید، LP address از نوع LP void، باز یه void star. DW size از نوع size T. DW یعنی double word، یعنی دو تا 32 بیتی، double word دو تا 16 بیتی مگه نباید باشه. DW size T ظاهرا 32 بیتی، حالا اینو باید چک کنم. نه این size T بیشتر از 32 بیتی. F allocation type D word و FL protect. این FL یعنی flag ان اینا، مثلا اون DW یعنی double word، LP یعنی long pointer. این جور پیشوند گذاشتن برای اسم متغیرها رو بعضی وقتا بهش میگن Hungarian notation به اشتباه. Hungarian notation اصلا این نیست. اصلا این نیستش که یکی دو حرف از type تو بذاری اول اسم متغیرت. اگه متغیرت integer میخوای تعریف کنی اولش i بذاری. اگه چه میدونم میخوای long pointer تعریفش کنی LP بذاری اولش. اگه میخوای string تعریفش کنی LP C STR مثلا، یعنی اینجور چیزا تعریف کنی. اصلا Hungarian notation این نیست. به اشتباه بهش میگن Hungarian notation به این سیستم و ویندوز کاملا از این سیستم استفاده میکنه و اینو بدجوری بغل کرده. بذارید در مورد پارامتراش ببینیم که پارامتراش چیه. پارامتر اول وقتیه که من میخوام یه کاری با یه ریجنی که ریجن از مموری که already allocateش کردم یا ریزروش کردم میخوام انجام بدم، بعد پوینتر اون ریجن از مموری رو بهش بدم. گاهی وقتا میتونم بهش بگم از اینجا شروع کن به allocate کردن یا سعی کن به allocate کردن. اینم من نمیخوام انجام بدم. من میخوام آدرس رو هر جایی که دلش خواست allocate کنه برای من. وقتی میخوام allocation اول انجام بدم، وقتی میخوام توی constructorم reserve اول انجام بدم. Round down to the nearest multiple. خب آدرس رو به پایین گرد میکنه، درسته؟
قاعدتا باید با این گت سیستم اینفو من اندازه پیج و این چیزا رو بپرسم با این فانکشن گت سیستم اینفو، ولی فعلا نمیخوام این کار انجام بدم. حالا فعلا مشکل من نیست. خب گفته نال اگه بدید سیستم تصمیم میگیره که چه آدرسی رو میخواد الوکیت کنه، پس من اینجا نال میدم. نال پی تی آر تبدیل به نال میشه فکر میکنم. DW size the size of the region in byte. In byte باید 64 بیتی باشه حتما. این سایز تی 64 بیتیه، هیچ شکی ندارم که این 64 بیتیه. The parameter is null. It's rounded up to the next page boundary. خب اوکی، من اگه بهش بگم 2 بایت الوکیت کن، برای من اینو بزرگش میکنه تا مضربه پیج بشه، میکنه مثلا 4096 بایت. اگه بگم 4097 بایت الوکیت کن، میکنش 8192 بایت که مشخصه. اوکی، بحث اینه که اگه من یه آدرس شروع بهش بدم، یعنی اون آدرس سرم بهش بدم و بعد یه سایز کوچیک بدم، ممکنه که مثلا بگم از یه جایی نزدیک تای پیج شروع کن و مثلا 10 بایت الوکیت کن، ممکنه 2 پیج کامل برام الوکیت کنه. اوکی، الوکیشن تایپ پارامتریک، یعنی فلگایی که میتونم بهش پاس بدم، مم کامیت، مم ریزرو، مم ریست، no longer of interest but should not be read from written to the paging. خب به ریست کردن من کاری فکر کنم ندارم. ریست رو کاری ندارم. ریست آندو هم که برای ریست و ریست آندو برعکس همان کاری بهشون نداریم. من برام ریزرو و کامیت فقط جالبه. من مموری رو ریزرو میکنم اینجا. سایز حالا بودم روی سایز. سایز مشخصه دیگه. سایز باید ریزروت سایز و فلگز هم مم ریزرو پروتکشنش رو. آها، اینا رو هم میشه لارج پیج میتونم الوکیت کنم. لارج پیج بد نیست. لارج پیج تو ویندوز، لارج پیج دقیقاً به معنی لارج پیج های سی پی یو نیست فکر میکنم. شاید لارج پیج ها 4 مگابایتی نباشه، چون لارج پیج های سی پی یو میدونم که 4 مگابایتیه. مشخصا باید 22 بیت باشه اندازش، 2 به توان 22 بایت باشه در واقع اندازش. این اونجوری شاید نباشه. درمانش اینجوری که یوز، نه اینم کاری نداریم. تاپ داون ها، اینم هیچی. Right watch. خب right watch هم لازم نداریم، این هم به درد ما نمیخوره. F protect. خب ما پیجه رو چون کامیت نمیخوایم بکنیم، قاعدتا مموری پروتکشن هم لازم نداریم، ولی مموری پروتکشن چیزه به درد بخوریم. من میتونم بگم این پیجا رو میخوام فقط بخونم، یا میخوام فقط بنویسم، یا فقط هم بخونم هم بنویسم. البته فقط نوشتن خیلی که درد نمیخوره، ولی برام میخوام ازش کد اکزیکیوت کنم، از توش میخوام هم بخونم هم بنویسم هم کد اکزیکیوت کنم. به درد برای دیباگینگ که خب خیلی خوبه، در سیستم عامل هم خیلی میخوره، به درد کارهای سیستمی هم خیلی میخوره. مثلا من میتونم یه تیک از این من این رنجمو بگم همش قابل بگم هیچ الوکیشن هیچ اکسسی بهش نداشته باشم، پروتکشنش نیست، اینه بگم پیج نو اکسسه و هر آدرسه اون تو اون آرایه بخوام انجام بدم باعث پیج فالت میشه. اینجوری برای دیباگی میتونم استفاده کنم. مثلا وقتی این وکتورم آزاد شد، بعد پیج اکسسشو بذارم رو نو اکسس، که اگر پوینترایی دارم هنوز به داخل اون حافظه و یه وقت اشتباهی اون پوینتر رو بخونم یا بنویسم، سریع بهم پیج فالت بده. اینجور نباشه که اون پوینتر رو به یه جایی دارن اشاره میکنن و اونجا اشتباهه، ولی همچنان میتونم توش بنویسم یا ازش بخونم و من نمیفهمم که باگ دارم، باگ مموری دارم. ولی فکر میکنم که یه عالمه دیتا، یه عالمه فلگای خوب اینجا داریم، ولی فکر نمیکنم که به درد ما بخورن همش.
The memory module for the region of pages to be allocated, pages are being committed, you can access any one of the memory. خب اگه ساکسید بشه یه چیز میخواد، یه پوینتر برم گردونه. بسیار خوب، من میگم که memory مساوی است با این خروجی، این پروتکشنش رو هم میذارم صفر فعلا، چون فقط دارم ریزرو میکنم، دقت کنید که کامیت نمیکنم، نمیخوام اصلا این مموری رو بخونم یا بنویسم کار دیگه باش بکنم. و اینجا هم فعلا برای اینکه یه assertion انجام بیاسه ptr valid memory، اگه خراب بشه میگم که virtual alloc LLU برای 64 بیتیه دیگه، درصد LLU for LLU was failed in assertion همه توی destructor هم. تو destructor هم کاری که باید بکنم قاعدتا یه virtual freeه اگه اشتباه نکنم، بزنین هدرش اینا رو درست نمیشتم. آره ویندوز H رو باید include کنم، از زمان ویندوز XP هم این وجود داره، فکر میکنم قبلش ویندوز NT و ویندوز 2000 هم اینو virtual alloc رو داشتن، تقریبا مطمئنم که داشتن. DLLش هم که خب کرنل سی او دو، کرنل سی او دو آلردی داره لینک میشه و داریمش، برای همین نباید خیلی نگرانش باشم. ویرچوال فری آها ببینید، این کاری که ما الان داریم میکنیم ریزرو ریجن آف فری پیجز، بعدش میخواییم کامیت ریجن آف ریزرو پیجز انجام بدیم. و خب ریزرو کامیت میتونیم با هم انجام بدیم، ولی من هدفمون که داریم اینو می‌نویسیم اینه که کامیتش فعلا نکنیم، وقتی واقعا لازمش داریم کامیتش کنیم، به خاطر همین فعلا از این می‌گذریم. خب توی ویرچوال، توی دستراکتورش ویرچوال فری، امیدوارم که من یادم بمونه که این دابل کلون رو توی پرسش پاسخ اونجا صحبت کنم، یه چیزی داشته باشم اونجا صحبت کنم. توی virtual free یه ادرس باید بدم، سایز باید بدم و free type رو بدم. بذار ببینم چرا اینا به چه درد میخورن. فکر نمی کنم که virtual free اینجا باز کردم، سایز رو من دارم که بهش بدم، ولی فکر نمی کنم که pointer base array. خب if the parameter is memory list this must be the base address returned by the virtual alloc. اوکی اگه ریلیس میخوایم بکنیم باید از اونجا بیاد، که خب اینم مشخصه کاملا. the size of the region of the free in bytes، اگر free type memory listه که ما احتمالا از این memory list میخوایم استفاده کنیم، this parameter must be zero. آها سایز نباید اصلا بهش بدیم. خوبه دقیقا به همون اندازه رو کلن free میکنه. دیکامیت هم ولی به دردمون میخوره وقتی که میخوایم گرو کنیم یا شرینک کنیم یا کوچیکش کنیم، یعنی وقتی ریسایز میخوایم بکنیم یا وقتی میخوایم اندازش کوچیکتر بشه دیگه، اونجا من از این دیکامیت احتمالاً استفاده میکنم. ریز مم دیکامیت فانکشن، دیکامیت اول ممری هیز کانتین وان اور مور بایتس ان دی رنج فرام فلان. اوکی او این برام مشکل احتمالاً ایجاد میکنه، حالا بذارمش صحبت میکنیم، بذارید در موردش صحبت میکنیم. Let's try the page boundary cause both pages to be commit decommitted. پس من پیج سایز رو لازم دارم. DW free type decommit release همین. من اینجا یه دونه LP address، LP address هم که مشخصه، memory size هم صفر قاعدتاً و اونم هست mem release، کل حافظه رو ریلیس میکنم، خروجش هم که چک نمیتونم، کاری نمیتونم بکنم براش. اگر بخوام من یه فانکشن استاتیک باید اینجا بنویسم برای این که پیج سایز رو برگردونه، U64 page size یا get page size
get page size. آره. استاتیک نکردمش. این استاتیک است. توی این با فانکشن get system info باید اندازه پیج رو میگرفتم دیگه پیدا میکردم get. اینم بعد حالا بزنیم نگاه میکنم ولی اینه get system info این چیزی که من لازم دارم آخ 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 یه lp system info باید درست کنم باشه return هم که بر نمیگرد خب این هم از همون لایبر استفاده میکنه برای همین خوب سیستم اینفو پیج سایز این فیلد پیج سایزش رو لازم دارم که 32 بیتیه دیورده پس اینجا لازم نیست 64 تا باشه یو 32 مقدار برگشتیش اینجا همینطور خودمون یکم راحت تر میشه زندگیمون پیجمون معنی نداره 64 بیتی باشه اگرم maximum application address اینا رو کاری نداریم active process math processor mask number of processors اینا چیزای بدی اصلا نیست شاید اینا رو اصلا باید یه جای دیگه abstract کنیم allocation granularity اینم بد نیست چیزه به درد بخوریه page size and granularity of page protection and commitment this is page size used by the virtual alloc function lowest memory address accessible to the application dynamic link libraries نه آره اون نمیخوره revision allocation granularity starting address of virtual memory can be allocated more information اوکی این ممکنه این starting addressش ممکنه فرق کنه granularity مون با page size مون یعنی ممکنه رو مرز پیج allocate نکنه برامون اشکال نداره get که ولی رو کد ما هیچ اثری نمیذاره get system info قاعدتا که get system info آدرس system info میخواد که من میگم این lp system info بود دیگه درسته lp system info اوکی یه دونه system info تعریف میکنم که با توجه به اینکه system info type من میتونم بدون نقطه بگم قبلش ماکرو نیست si و توش رو با این فانکشن پر میکنم و آخرش هم کدوم return میکنم si.dwpagesize این چیزیه که میخوام برگردم حتی کنید که این کار هزینش نسبتا احتمالا زیاد شاید نماشه شاید دیتا های همجوری در دستی برگردونه نمیدونم خب resize مشکلی که داریم که پیج سایز رو من لازم داشتم به خاطر اینه که فرض کنیم که من دو تا پیج اینجوری دارم به خاطر اینکه دو تا پیج دقیقاً من اینجا دارم اینور دیتای آرایمه اون ادامه هم همچنان دیتا دارم اینجا دو تا پیجه من تا اینجا آرایم رفته تا آرایم دیتاش اینجاست یعنی قبلا تا اینجا بود الان میخوام شرینکش کنم تا اینجا بیارمش خب اینجا مرز پیجه اینجا هم مرز پیجه و اینجا هم مرز پیج. اگر ویرچوال فری رو فراخوانی کنم و بگم از اینجا تا اینجا رو دیکامیت کن از این فاصله رو دیکامیت کن هر دو تا پیج رو دیکامیت میکنه درست شد هر دو تا پیج رو دیکامیت میکنه اگه این رنج رو بهش بدم چون اون هم پیجی که حتی یه بایت توش باشه که باید دیکامیت بشه کل پیج رو دیکامیت میکنه برای همین هر دو پیج رو دیکامیت میکنه و من هنوز این تیکه از دیتامو لازم دارم دیگه اینا هنوز دیتاهای به درد بخورن برای من درسته منش مشکل ندارم که این دیتاهای بعدیمو بریزه دور اونجا به درد من دیگه نمیخوره چون دارم شرینک میکنم دارم کوچیک میشم موقع گرو شدن اگه همین کارو برعکسش بخوام انجام بدم از اینجا بخوام بیام این طرف باید این پیج بعدی هم کامل کامیت بشه و این اتفاق میفته ولی وقتی دارم میام پایین این پیج رو من نمیخوام کلا دیکامیت کنم برای همین باید آدرسم یعنی جایی که میخوام دیکامیت کنم و تا ته این بیارم جلو تا مرز پیج بیارم جلو برای همین اندازه پیج رو لازم دارم
و دقت کنید که تو ویرچوال خیلی موضوع مهمی است، احتمالاً وقتی شما از شما به خودش مشغول، شما فکرتون مشغول این موضوع نیست، ولی به هر حال آدرس های ویرچوال من و آدرس های فیزیکال من، اون بیت های پایین در واقع داخل پیج آدرس های من یکیه. یعنی بذار اینجور بگم، پیجام همه تو ویرچوال آدرس اسپیس تو سر مزربای پیج قرار گرفتن که یه چیز واضحیه، و تو فیزیکال هم، فیزیکال آدرس اسپیس هم همینجوریه، تو فیزیکال مموری هم همینجوریه. یعنی پیجا پشت سر هم از آدرس صفر شروع میشن و تا آخر حافظه میرن و هیچ فاصله هم بینشون نیست، و این یه نکته‌ای که باید در نظر داشته باشیم، ولی خب خیلی نکته واضحیه، تقریبا مشخصه که اینجوری است. به خاطر همین حالا داشتم اینو میگفتم که وقتی من میخوام دیتامو کوچیک کنم، آرایمو کوچیک کنم، شرینکش کنم این اریا رو، باید از آدرسی که بهش میدم میگم تا اینجا، از اون پوینتری که بهش میدم میگم تا اینجا بیا پایین، اینو بیارم تا مرز پیج، یعنی ببرم بالا به سمت مرز پیج. یعنی من آدرس شرینک شدن رو باید بیارم تا اینجا تا مرز پیج بیارم، و بعد بگم که به این آدرس دیکامیت کن، از جایی که بودی رو تا این آدرس دیکامیت کن، از اون جایی که بودی. پس برای همین که پیج سایز لازم دارم، و این یو 64 هم قاعدتا وقتی ریسایز میکنم returns new size، به خاطر همین سایز رو باید برگردونم، چون ممکنه که اون سایزی که به من میده اون سایزی که من برمیگردونم نباشه. اگه من بگم میخوام کل سایز آرم بشه 2 بایت، من نمیتونم سایز آرم بکنم 2 بایت، من سایز آرم میکنم 4096 بایت. خیلی خب، حالا برای پیاده سازی ریسایز، فعلا من یه پیاده سازی بد براش مینویسم، ولی خب یه پیاده سازی که شاید بد باشه، بعدن یه فکری براش میکنم. پیج سایز رو من میخونم u32 const page size مساوی است با get page size، و بعد میخوام این new commit size رو تا سر پیج سایز ببرم. میخوام یه کاری کنم که زیاد بشه تا سر پیج سایز. یه خطه داره من اذیت میکنم. خب برای این کار باید چیکار کنم؟ امیدواریم که پیج سایزمون توان 2 باشه دیگه، امیدواریم که پیج سایزمون، چجوری من میتونم اسرت کنم که پیج سایز توان 2ه؟ توان 2 یعنی اینکه یه دونه پیج کم، یه دونه بیت بیشتر ست توش نیست. یعنی اگر من هایکش کنم، فکر میکنم اگر اینجوری بنویسم bknt static assert که نمیتونم بکنم، assert bknt assert strong، واقعا از اینو اینجا انجام بدم bknt به پیج سایزم، چون پیج سایزم که تغییر نمی کنه وقتی bknt assert assert strong، اگه خاطرتون باشه برای این گذاشتمش که مواقع بیشتری assert باشه، یعنی تو ریلیس مود هم این assert همچنان انجام بشه. u32 const page size مساوی است با get page size. دقت کنید که توان 2 یه عدد، وقتی توان 2 باشه یعنی که فقط یه دونه بیتش یکه تو چیز باینریش. اگر من عدد 2 منهای 1 کنم توان 2 دیگه، عددی که یه دونه از توان 2 کوچیک‌ترن یه تعداد زیادی بیت 1 دارن، یعنی همه بیتاشون 1ه، هم بیت های پایین تر از اون یعنی از بیت صفرشون تا یه جایی همش 1ه، ولی بیت های بالاترشون همش 0. اگر من یه عدد که فکر میکنم توان 2 باشه رو پیج اینجوری بزنم، پیج سایز اندش کنم با اند بیتی انجام بدم با پیج سایز منهای 1 و این مساوی 0 بشه، من میفهمم که این عدد توان 2ه. پیج سایز درصد یو is not a
power of 2. چرا آخه نیست؟ unsigned page size. امیدوارم لاجیک من درست باشه. اگه کسی میتونه بزنه، میتونیم با کلکولیتر. لاجیکم فکر میکنم درست باشه. فقط برای اینکه ذره ببینیدش. من الان اینو بذارم، باید بذارم پروگرامر، نه حماقت. خب مثلا چی؟ مثلا همون 40 96 اندش با اندش کجاست؟ اندم داره اندش با پرانتز باز، نه پرانتز باز نمیخواست، 40 95 پرانتز بسته مساوی است با 0. درسته دیگه. ببین من بازم یه مثال دیگه، 1,048,576 توان دو دیگه. اگه رپرزنتیشن باینریش اینجا نگاه کنیم، فقط یه دونه یک داره. خب حالا اندش با 1,048,575 که میشه 2^20-1، دقیقا همه بیتاش یکه، به جز همه بیتای پایین تر از همون بیت 20ش یکن و اون بالاترش هیچی یک نداره. اون عدد دقت کنید که اگه بود 1,048,576 چیکار دارم میکنم؟ اگه حالا بزنید عدد کوچیک 1024، مثلا یه عددی که تمام دو نیست، 1024 به اضافه 4 مثلا 1028، اینو نگاه کنید، یه دونه یک اینجا داره، یه دونه یک هم اینجا داره. اگه من اینو منهای یک کنم، این اندش با اندش با 1027 1027 یک سر جای خودش میمونه، اون یک سر جای خودش میمونه. آره این یکه همون جاییه که 1024 هم 1028 هم یک داشت. وقتی اندشون کنم اون یک سر جای خودش میمونه، میشه 1024. در واقع یه عددی که غیر از توان دو وقتی با منهای یکش اند کنیم میشه، نمیتونم قانون کلی بگم ولی فکر میکنم میشه بزرگترین توان دو کوچکتر از هر دوشون، فکر کنم. حالا به هر حال مهم نیست برای ما دیگه، ما میخوایم حتما صفر باشه، هر چیز غیر از صفر باشه به درد ما دیگه نمیخوره. پس من یه اسرت کردم که حتما من دارم، چون این پایین حالا خواهید دید که من فرض میکنم که پیج سایزم توان دوه، یعنی حتما یه توانی از دوه. فرض واقعا برای من مهمه. آره مهمه. من میخوام تقسیم، میتونستم فرضم نکنم که حتما توان دوه. مهم نیست، فرض نمیخوام توان دو، اون توان دو همش الکی بود. بذار یه ذره کند بشه، یه تقسیم اضافی توش انجام بدیم. خیلی مهم نیست نسبت به سیستم کالی که میخوام انجام بدیم، اون تقسیم خیلی مهم نیست. من باید این آدرس رو، این نیو کامیت سایز رو تا اولین مزرعه پیج سایز بعدش ببرم جلو، یعنی یارو خودش بمونه. اگه خودش مزرعه پیج سایز، مثلا نیو کامیت سایزم اگر 8092 باشه و پیج سایزم 4096، نیو کامیت سایز من آلردی مزرعه پیج سایز هست، پس لازم نیست دستش بزنم. ولی اگر 8193 باشه نیو کامیت سایزم، باید تا 12000 خورده ای ببرمش جلو. اون یکی رو حفظ نیستم، تو 12000 خورده یادارم جلو، تا نظره به بعدی پیج سایزم باید ببرمش جلو. کاری که من میکنم اینه، میگم که augmented commit size، augmented new commit size، newer اینجوری بزنم، مثلا newer commit size مساوی است با new commit size به اضافه برای اینکه به پیج سایز منهای یک تقسیم بر پیج سایز ضرب در پیج سایز، پیج سایز ضرب در پیج سایز. دقت کنید که این تقسیم تقسیم اینتجر دیگه. فرض کنید که من این کارو نمی‌کردم، به اضافه پیج سایز منهای یک انجام نمی‌دادم. نیو کامیت سایز رو تقسیم بر پیج سایز می‌کردم، ضرب در پیج سایز می‌کردم. چون تقسیم من تقسیم صحیحه،
وقتی که x رو تقسیم بر a میکنیم دوباره ضرب در a میکنیم چیز نمیشه دیگه، مساویه x نمیشه، دوباره مساویه جزء صحیح x تقسیم بر a ضرب در a میشه، یعنی عددش ممکنه کمتر بشه مگر اینکه x already مضرب a باشه، مضرب a باشه. وقتی که به اضافه حالا یه b بکنمش، به اضافه a در واقع به اضافه b، نه x، این x این a، وقتی به اضافه a بکنم بعد تقسیم بر a بکنم و دوباره ضرب در a بکنم، این سیلینگش رو به من میده به جای فلورش، یعنی جزء صحیح رو من نمیده، اون عدد بعدی رو به من میده. حالا وقتی پیج سایز منهای یکش بکنم، اگر نیو کامیت سایز خودش مضرب پیج سایز آلردی باشه، وقتی به اضافه پیج سایز منهای یکش میکنم به مضرب بعدی نمیرسه دیگه، وقتی تقسیم بر پیج سایز میشه مساوی خواهد بود با خود نیو کامیت سایز تقسیم بر پیج سایز. پس اگر نیو کامیت سایز بخش پذیر باشه بر پیج سایز، وقتی نیو کامیت سایز رو به اضافه پیج سایز منهای یک میکنم و تقسیم بر پیج سایز میکنم، این جوابش هیچ فرقی با خود نیو کامیت سایز تقسیم بر پیج سایز نمیکنه. ولی حتی یه بایت هم اگه بیشتر از نیو کامیت سایز باشه، بیشتر از مضرب پیج سایز باشه، یعنی باقی موندهش بر پیج سایز حتی یک هم باشه، یعنی یه بایت اضافی داشته باشه، وقتی به اضافه پیج سایز منهای یکش میکنم میرسه به مضرب بعدی و وقتی تقسیم بر پیج سایزش میکنم یه دونه بیشتر از جواب تقسیم خود نیو کامیت سایز بر پیج سایز به من میده، که وقتی دوباره ضرب در پیج سایز میکنم جوابش میشه یه مضربی از پیج سایز، حاصل کل این عبارت یه مضرب از پیج سایز خواهد بود که یا مساوی نیو کامیت سایز، اگر نیو کامیت سایز بخش پذیر باشه بر پیج سایز، یا اینکه مضرب بعدی پیج سایز، یعنی مضربی بزرگتر از نیو کامیت سایز. بعدم میتونید خودتون به این عبارت که من نوشتم فکر کنید، ولی خب کسایی که این کارا رو قبلا کرده باشن براشون خیلی بد طبیعی باشه. خب پس نیوئر کامیت سایز میشه اون مقداری که واقعا من میخوام کامیت کنم، من میخوام نگه دارم، اگه به من گفت ریسایز کن به 4095 من پیج اولیم ندم بره، من پیج اولیمو نگه دارم، اگه اینجا عدد 4095 بیاد تو من تبدیلش میکنم به 4096، اگه 2 هم بیاد تو تبدیلش میکنم به 4096، ولی اگه 4097 بیاد تو تبدیلش میکنم به 8192، اگه خود 4096 هم بیاد 4096 میمونه. این نیوئر کامیت سایز. حالا کاری که باید بکنم اینه که اگر دوتا فرق میکنه، اگر نیوئر کامیت سایز کوچکتر بود از ام کامیتد سایز، اگه این کوچکتر از این بود یه کار باید بکنم، else if نیوئر کامیت سایز بزرگتر بود از ام کامیتد سایز یه کار دیگه باید بکنم، اگر مساوی بود که هیچ کار نباید بکنم، درسته؟ آره، آخرش هم ریترن میکنم نیوئر کامیت سایز، این مقدار جدیدش. پس راوند اپ بوده نیرست مالتیپل آف پیج سایز. اگه اینجوری باشه we need to decommit we need to commit. بذار فقط فکر کنم ببینم که برای کامیت کردنم باید به بالا گرد کنم. آره دقیقاً، اگر دقیقاً برای با کامیت کردنم باید به بالا گرد کنم، کامیت کردن خودش خود ویرچوال الوک این کارو میکرد، به بالا گرد میکرد، ولی خب به هر حال حالا من کردم. اگه نیوئر کامیت سایز کوچکتر از اون مقداری باشه که آلردی همین الان کامیت شده داریم، من باید اینجا اصلا نباید نیوئر کامیت سایز رو برگردونم، باید همون ام کامیت سایز رو برگردونم، ام کامیتد سایز رو برگردونم، اصلا به حرف هیچ کس گوش ندید. خب اینجا اگر نیوئر کامیت سایز کوچکتر بود از ام کامیتد سایز، باید یه ویرچوال فری انجام بدم، که ویرچوال فری من این شکلیه که از اون ادرسی که دارم از ام مموری، اینجاش bknt assert ptr valid m memory. آها یه فانکشنی برای اینکه مموری بدبختم برگردونیم میخوای زمنان. خب پس یه void star memory، خودمون
بد نیست اینم برگردونیم. کانست نیست. ریترن کن مموری و همینا یه ورژن کانستش هم باید بنویسم. وید کانست استار اصلا بد نیست. خب آره خود مموری هم بالاخره باید برگردونم. وقتی میخوام ریسرچش کنم باید مموری نال نباشه دیگه، حتی فیل میشه اون پایین احتمالا، ولی به هر حال ویرچوال فری کن ام مموری چقدر سایز، فکر کنم اینجوری نباید بنویسم، باید کار دیگه بکنم. بذار ویرچوال فری، ویرچوال فری پوینتر تو بیس آدرس و ریژن پیجز، a pointer to the base address of the region of pages to be freed. If DW free token remember release. آها نه فکر کنم باید آها توی اون باید ببرمش جلوتر. باید اگه این پیجا رو میخوام، اگه این پیج رو میخوام فری کنم، پیج سمت راستی رو، باید این آدرس رو به عنوان مموری بهش پاس بدم، آدرس اول پیج رو پاس بدم تا آدرس آخر. خب کدم رو اینجوری بنویسم. وقتی میخوام اینجوری فریش کنم باید بگم که char pointer یا بایت دارم، بایت پوینتر، بایت دارم، بایت پوینتر مموری به اضافه یه چه اینجا رو بنویسم. بایت پوینتر مموری به اضافه ی... اول کسش رو دیگه به بایت که به تعداد بایت هایی که لازمه برم جلو، چون نیور کامیت سایز کوچکتر از ام کامیتد سایز مشخص هم از آدرس پایینه است، به اضافه ی نیور کامیت سایزش میکنم. چند بایت؟ بایت هایی که باید فری بشه هست ام کامیتد سایز منهای نیور کامیت سایز، و فری تایپمون قاعدتاً مم دی کامیته. مم دی کامیت قاعدتاً چی برمیگردونه این ریترن؟ ریترن ولیوش چیه؟ if the function is return value is non zero. خب من نمیدونم اگر چیز شد چی کار بکنیم، اگر فیل شد چی کار باید بکنم، واقعا نمیدونم. if صرف مخالف بود با بی اگه صرف مساوی بی بود یعنی که فیل شده دیگه. ریترن کن خیلی اتفاق بدیه، بذار این کارو بکنم. بی کی ان تی اسرت ریپر، اسرت ریپر داریم، اسرت ریپر داریم، آره اسرت ریپر همونم اسرت میکنم کاندیشن. خب نه این شرط اینجور نمیتونم، اسرت ریپر نمیتونم بنویسم. خب اگه صفر مساوی بی بود ریترن کن بی کی ان تی اسرت معمولی انجام میدم، صفر مساوی بی، و اینجا فقط میگم که ام کامیتمنت سایز مساوی است با نیور کامیت سایز. اینجوری اگر بی رو استفاده نکنم البته به وارنینگ خواهند داد، یعنی تو ریلیس، تو بیلدای ریلیس هم به وارنینگ میده به خاطر بی که اتفاق بدیه.
کانسیوم داریم؟ کانسیوم نداریم که ما نیست. بذاری وارنینگ بده تو ریلیس، یادتون باشه که اینجا وارنینگ میگیریم، اینجا نه، رو اینه. Will generate a warning on B when assets are disabled. Mea culpa. خب اگر سایز جدیدمون بزرگتر از سایز قدیمیمون باشه، باید یه ویرچوال الاک انجام بدیم دیگه، درسته؟ ویرچوال الاکی که انجام میدیم، ویرچوال الوک، ریچوال الوکمون قاعدتا ادرسمون، نمیدونم بذار ریچوال الوکو بخونیم، بد نیست که وقتی داکیومنتیشنشو داریم داکیومنتیشنو یه نگاهی بندازیم. ریچوال الوکمون میگه که آدرس ریجنت الوکیت میدیم بهش، فارسی راوندد داون تو دی نیرست مالتی ویل اوف الوک. قاعدتا ما مشکل نداریم. آدرسی که ما بهش میدیم حتما مضرب پیج سایز، امیدواریم حتما مضرب پیج سایز باشه. بعد شاید بعد نبود اینجا یه assert هم بذارم که چی رو assert کنم، bknt absolute فلان abs، ولی خب دم دست نداریم به خاطر همین این تو این کار انجام میدم. bknt assert، بد نیست تو این کد همیشه assert زیاد بذاریم، چون کدی که باید کار کنه ولی سیستم دیپندنته و ممکنه ما یه چیزایی رو درست رعایت نکرده باشیم روی سیستم عاملی، روی ورژنی، روی حالت خاصی، اینا فیل بشن، فیلای بد بشن، و وقتی اینا فیل بشن شروع می‌کنیم به ایرادای گرفتن. وقتی مموری منیجمنت اون الوکیت نتونیم بکنیم بهمون ارور میده، ولی یه جای دیگه کد بهمون ارور میده دیگه. برای همین بد نیست که با این assert ها ارور رو بیاریم همینجا اگه قراره اروری اتفاق بیفته. m committed size منهای newer commit size، یه پرانتز باز میخواد، تقسیم بر درصد page size، یه پرانتز دیگه میخواد احتمالاً مساوی درصد بکنه، چیزش از مساوی بالاتر، مساوی صفر، پرانتز اینا برای این یکی هم باید بنویسم، فقط جای این دوتا رو باید برعکس کنم. نیور منهای این، خب حتی منفی هم میشد اوکی بود، ولی من رفتار درصد رو وقتی منفی میشه هیچ وقت یاد نگرفتم، نمیخوام یاد بگیرم، چون جاهای مختلف تو زبون سی یه جوره و سی پلاس پلاس یه جوره دقیقا، ولی تو زبونهای مختلف گاهی وقتا رفتارش فرق میکنه، درصد برای اعدادی منفی، به خاطر همین هر دفعه که واقعا لازمش دارم باید برم چکش کنم. خب الوک میکنم ام مموری رو، فقط بذار ببینم اینم باید آدرس جدید رو بهش بدم یا نه. از بگین committed the address is rounded down to the next primary to the size of a page and the allocation granularity. Size of the region. خب اینم باید مثل همین بنویسم. به اضافه فقط این M، چون دارم مموری بزرگش میکنم، M committed size، سایزی که میخوام بهش اضافه کنم هست newer commit size منهای m committed size، و protectمون allocation type اون هست mem commit فکر میکنم. این دفعه باید یه چیزی برای protection بدیم، fl protect رو باید یه مقداری بدیم، چون میخوایم بخونیم و بنویسیم دیگه، execute نمیخوایم بکنیم، فقط میخوایم بخونیم و بنویسیم. memory protection page write copy رو documentationش رو بخونید، بد نیست. گاهی وقتا پیج رو من میتونم بذارم توضیح میدم، پیج ها رو من میتونم بگم که این پیج چند تا پروسس مختلف همین پیج رو دارن، یا این پیج رو یکی دیگه هم داره، ولی پیج
کپی شده از اون، یعنی انگار پروسس من یه کپی از پروسس اونه، مثلا یه دیتای تو حافظه من یه کپی از دیتا تو حافظه اونه، منتها اگه من شروع کنم به نوشتن میخوام این پیج داپلیکیت بشه، یعنی اولین باری که من بخوام بنویسم تو اون پیج سیستم عامل یه پیج دیگه برای من الوکیت میکنه، یه جای دیگه یه پیج مموری فیزیکال مموری برای من الوکیت میکنه، دیتا اینو کپی میکنه اون تو و اجازه میده من اون پیج رو حالا بنویسم. به این میگن کپی آن رایت، سی او دبلیو، یا لیزی کپی، یا هر چی که اسمشو میتونیم بذاریم. پترن بدی نیست. یه وقتایی هست که من 1 گیگابایت دیتا رو تو از اون یکی دیگه کپی میکنم تو حافظه خودم، کپی معمولی نه، ولی به هر حال یه پروسس رو مثلا ازش یه کپی میگیرم، مثلا فورک یونیکس اگه بدونید چیه، فورک یونیکس اینجوری کار میکنه دیگه، از پروسس یه کپی میگیره و همه پیجا تو پروسس فرزند رو علامت میزنه که اینا کپی آن رایتن، یا تو هر دو تا پروسس باید این کارو بکنه. شاید اون وقت هر قسمت کوچیکی از حافظه رو که من بخوام بنویسم، همون قسمت کوچیک فقط یه کپی ازش، کپی واقعی ازش گرفته میشه، اون کپی اصلی مثلا 1 گیگابایت دیتا واقعا کپی انجام نشده، فقط چند تا پیج ریمپ شدن تو حافظه بیشتر از یه پروسس، تو یه حافظه پروسس دومی هم مپ شدن. پرمیشنی که من میخوام، پروتکشنی که من میخوام، رید و رایت، از تو این کد نمیخوام اکزیکیوت کنم و نمیخوام کد بشه از تو این اکزیکیوت کرد، که کلا سیاست خوبیه. پیج رید رایت و این ویرچوال الوک هم خیلی راحت ممکنه فیل بشه. ولش کن، نصر حوصله این نصر تا رو ندارم اینجا، این قرار فیل بشه، بذار فیل بشه، بذار بمیرم، بعدن باید اینا رو به هر حال درست کنم، اینا چون مموری دارن الوکیت میکنم ولی شمرده نمیشن تو اون سیستم دیباگینگ و اینا که ما داریم، باید به فکر بهتر برای این مموری بکنم کلن. خب و m committed size حالا میشه m committed size مساوی است با newer commit size، آخرش هم که m committed size رو برگردیم. الان این پیاده سازی virtual memory areas، برای اینکه virtual memory رو تست کنم کاری که میکنم اینه، میگم include کن، بذار اینو کن بنویسم فقط برای include کن، blacknot win32 memory و یه function void test virtual memory stuff. خب می نویسم allocator هم این نمیخواد، از اون نداره، separator که باید بین اینا بذارم از ایناست و اینو نداشتم، نزدیکی که کپی بگیرم. خب برای اینکه فانکشن بعدی راحت تر بنویسم اینو یه دونه ازش کپی می‌کنم اینجا. توی این چیکار میکنم؟ میگم که blacknot platform virtual memory area VMA. VMA اندازش چقدر باشه؟ خوبه یه ریزرو سایز بهش میگم. شاید بعد بود یه فلگ دیگه هم بهش میدادم برای اینکه large page میخوام یا نه، ولی یا اینکه اول چقدرش رو کامیت کنه همون اول، ولی اون چقدر کامیت کنه همون اول خیلی مهم نیست، چون با یه فانکشن ریسایز درست میشه و هزینش همونقدره، مگر اینکه همه شو بخوایم از اول کامیت کنیم. و لارج پیج هم فعلا نمیخوام وارد بحثش بشم، فعلا نگرانش نیستیم. ریزرو سایزمون چقدر مثلا باشه؟ بذار یه عدد خیلی بزرگ بشه بدیم، خیلی بزرگ، 10 فکر میکنم این کار رو میشه کرد. ویژوال استودیو 2015 10 گیگابایت من ریزرو میکنم، ULL. اگه همینجوری بنویسم 10 میلیارد رو فکر کنم به هم یه اروری بده که بگه زیادی چیز کردی، زیادی الکت کردی. خب آها، این ریپورت وارنینگ جنریت میکنه، اینو فعلا پاک کنم، این آخر تست الوکیتور برشم، آره بگم تست کن ویرچوال مموری استاف رو،
خب الان اجراش میتونم بکنم، ولی چیزی به من نمیگه، این 10 گیگابایت میاد و میره خیلی سریع، ناپدید میشه. به خاطر همین من چیزی نخواهم فهمید. بذار من هدر ثرد رو اینکلود کنم که بتونم سلیپ کنم. اینجا یه استود this thread sleep for 10 ثانیه sleep کنم. اگه ویژوال استودیو اینو پیاده کرده باشه چی شد؟ sleep for ویژوال استودیو اینو پیاده نکرد. خیلی خوب میشد اگه پیاده کرده بود. شاید هدر کرونو رو اینکلود کنم درست بشه. بذار اینکلود اونا یوزر دیفاین لیترال هست، در واقع یوزر دیفاین لیتراله برای لایبرری استانداردمون. 10 ثانیه واقعا اینجوری. کرونو کرونو رو اگه اینکلود کنم، کرونو نداریم، چی داریم پس؟ کرونوس؟ نه چرا داریم؟ کرونو داریم. خب ولی هنوز یوزر دیفاین لیترال هم است که وجود نداره. بزنیم بنویسم. شاید کار کرد. فقط بزن بیلدش کنم. خیلی بد ویژوال استودیو نداره. الان من یه چیز گنده بیمعنی اپراتور اس دقیقاً استود کرونو دیوریشن سکندز مثلا 2. اینجوری باید بنویسم 10 مثلا. 10 ثانیه اینجا اسلیپ کن، 10 ثانیه بعدش اسلیپ کن، 10 ثانیه هم توی این اسلیپ کن که بفهمیم. ها وقتی 10 گیگابایت من الوکیت کنم، باید یه دفعه کنترل شیفت اسکیپ آره، باید ویرچوال مموری سایز، الان که برنامه‌ام ران نیست، ولی ویرچوال مموری سایز هم یه دفعه باید بپره به 10 گیگابایت بپره بالا و بعد دوباره بیاد. بذار اجراش کنم. اصلا نمی‌دونم اجرا میشه. پروسس اکسپلورر الان برنامه من اینجاست دیگه، درسته؟ ویرچوال مموریشو نگاه کنید، ویرچوال سایز 47 مگه، 7 مگ کلا دارم استفاده میکنم، 47 مگ داره. او ویرچوال الکم فیل شد. استرتم شور مموری اریا نال برگردوند. ویرچوال الک فور 10 گیگابایت فیلد. ها خب زیادی بلند پروازی کردم. اوکی بذاری باگش کنیم ببینیم مشکلش چیه. بذار ارور نامبرش هم ویندوز get last error داره نه؟ get این چیه؟ get last error. get last error چی برمیگردونه؟ دیورد برمیگردونه. خیلی خب دیورد رو من به یو به unsigned میتونم کست کنم رو همه پلتفرم های یوتیوب بالاتر. من اینجا هم درصد یو رو بنویسم. خب ارورش رو چک پد بکنم میگه ببینم چرا داره فیل میشه. میتونم با سایز کوچیک‌ترم تستش کنم. بد نیست با سایز کوچیک‌ترم تستش کنم. چیکار کرد؟ خب دوباره اجراش کن. پروسس اکسپلورر
پروسس مورد نظر ما اینجاست. بلک نات گیم 7 مگ 47 مگ کلن. اینم کرش کرد برای یه مگ هم نتونست با کد 87. کد 87 چیه؟ کد 87 بزنیم تو داکیومنتیشنش ننوشته یا نه داکیومنتیشن ویرچوال الک چول الک مرسی ارهش رو افراد چیه گل باید بکنیم get last error ارور 87 یه چیز هگز باید می نوشتم فکر کنم ادرس ارورش دار نوشتم get خب ارور کد سیستم ارور کد دار اینجا نوشته سیستم ارور کد 87 57 87. The parameter is incorrect. Invalid parameter. مطمئنم هشت رفت دیگه ها. دستانه رو سب کنیم. میتونم یه بریک پوینت اینجا بذارم. چرا بریک پوینت؟ نمیذارم. حتی الف فایده نداره. آره. لکنا تو بیار 87 نه درست هکس مگزم نیست ایره 87 یه سمپلی خودش برای برچول الک سمپلی اینجا نوشته ریزروینگ این کامیتینگ میموری ریزروینگ این کامیتینگ میموری آها این سمپلش خب سمپلش number of pages نکنه به تعداد پیج هاست ها ها نمیدونم خب پیج فالت اکسپشن فیلتر پیج فالت میشه واسش فیلتر گذار خب اول اندازه پیج رو میگیره اوکی ویرچوال الوک میکنه پیج لیمیت از پیج هاست نه واقعا بایت بهش میده ولی بایت هاش مضرب پیجه پیج نو اکسس آها باشه اکسس بدیم آره بار این کارکت پارامتر که داره به همون میده شاید آها این که از SEH داره استفاده Structured Exception Handling داره استفاده میکنه که ما نمیخوایم استفاده کنیم این کارا رو ما نمیتونیم بکنیم یعنی نمیخوایم بکنیم اصلا برای ما مهم نیست این چیزا خب خوبه بذار این داره این همین کاری که منم میخواستم بکنم من میخواستم یه مقدار ریزرو کنم و سعی کنم تو حافظه بنویسم ببینید که اکسس وایلیشن به همون میده پس من باید یه پروتکشنی ست بکنم مثل این که نمیتونم همینجوری بدون پروتکشن چی بود پیج نو اکسس پیج نو اکسس مقدارش چقدر شاید نکنم مقدارش. نه یقدارش یک اینو امتحان میکنیم اگه اینم نشد بعد میریم سراغ دیباگ کردن بهتر بلک نات که ببینید درست شد اکس الوکیشنمون درست شد ویرچوال سایزش شد یک گیگ خورده ای هزار خورده ای و بعد دوباره فری کرد همه اون یک گیگ خورده ای رو و تمام این مدت ورکینگ ستمون هیچ تغییری نکرد پرایوت بایتسمون هیچ تغییری نکرد حالا اینا رو باز باید بهتر ترک کنیم بزنیم اگه من این کارو بکنم رو این دابل کلیک کنم اینو میاره پرفورمنس گرافش آره خوب دفعه بعد این کار میکنم فایرفاکس الان رفت چون برنامه تموم شد خب این دفعه کار کرد حالا من یه عدد بزرگتر اینجا میذارم توی مموریش چون سیستم من گفتم 24 گیگ رم داره و 10 گیگ هم حتی داره برای همین من مثلا 30 گیگ رم ازش میخوام 30 گیگ رم ازش میگیرم من فکر میکنم که سایز رزروودمونمون اول باید به بالا
گرد کنی، یعنی مضرب پیج بکنیم فکر میکنم، وگرنه این محاسبه‌ای که اینجا داریم انجام میدیم تو اون الوکیشن های آخر، این اسرشن هایی که اینجا گذاشتم فیل میشه. بذار اسرشن ها رو فعلا کامنت کنم، برای این مهم نبود این اسرشن ها قاعدتا نبود فیل بشه. الان تستی که میخوام انجام بدم اینه که 30 گیگابایت که اصلا به این اندازه حافظه ندارم، من درخواست حافظه میکنم ببینم چی میشه. روم زیاده دیگه، 30 گیگابایت. خب این اجرا شد، پروسس ما هم اینجاست، پرفورمنس گرافش هم اینه، پرایوت بایتس البته چیزو نشون نمیده، بزنین یکی دارم میذارم کنارتر که اینجاست. این عدد رو میبینید این پایین، آها یه دفعه دید. ببینید رفت رو 29 گیگ، اصلا من اینقدر مموری ندارم و این ویرچوال سایزه، ولی پرایوت بایتس هم این مقداری رفت بالا. دلش اینه که پیج تیبل ها رو بالاخره باید یه جای کرنل نگه داره و دوباره ریلیسش کرد دیگه. بعدش این اطلاعات و پیج تیبل برای 30 گیگابایت دیتا، خود پیج تیبلش عدد قابل توجهی میشه، خود یعنی متا دیتا هایی که برای اون پیجا فقط باید نگه داره، برای هر 4096 بایت بالاخره یه 20 بایتی، یه چون 16 بایتی عدد 8 بایت، یه عدد اینجوری فکر کنم 16 بایت یا 20 بایت یا همچین چیزی باید باشه، یه عدد اینجوری باید دیتا نگه داره دیگه پر پیج، که تقریبا 60 مگ بود برای 30 گیگابایت. برای همین میشه چقدر 60 مگ برای 30 گیگابایت میشه یک، چقدر میشه؟ 2%، نمیشه 0.2%، یعنی برای 1000 بایت 2 بایت نگه میداره، برای 4000 بایت 8 بایت داره نگه میداره. خب افیشنت نسبتا ها، دارم اشتباه میکنم، دارم اشتباه میکنم، تا الان نصف شب ساعت 1 صبح، خیلی من مصابت ذهنیم خوب کار نمیکنه. برای همونطور که دیدین پس من هزینه زیادی نمیدم، اگه 30 گیگابایت میخوام الوکیت کنم، آره خب 60 مگم باید صرف متا دیتا اون پیجا بکنم، ولی 30 گیگابایت که من نمیخوام الوکیت کنم. چیزی که من میخوام الوکیت کنم مثلا یه عدد کمی این شکلی تره. دقت کنید که این فیچر ویرگول، این هر اینجوری چیه، یه سپریتوری گذاشتن وسط عددا، اینم فیچر سی پلاس پلاس 14 و ممکنه نه دیگه، کامپایلر که شما استفاده میکنید همین ویژوال استودیو 2015 اگه باشه اینو ساپورت میکنه، برای اینکه عدد راحت تر خونده بشه. 100 مگابایت میگم به من دیتا بده. اگر من شروع کنم به نوشتن اینجا، اگه سعی کنم این تو بنویسم که چجوری میتونم بنویسم، بگم بایت استار بی، بذار باید بگم بلک نات بایت. خب بذارم اینجا یوزینگ نیم سپیس بلک نات رو بذارم، یوزینگ نیم سپیس بلک نات، دیگه اینجا بلک نات هاشو نمیخواد بنویسم. بایت استار بافر مساوی است با وی، مساوی است با، معمولا من از این سی اس دال کست استفاده نمی کنم ولی خب اینجا حالا وی ام ای دات مموری اینو بخون و شروع کن بافر صفر مساوی است با هیچ، هرچی مساوی است با 42، مهم نیست چی توش می نویسم. اینجا الان این خط باید به من اکسپشن بده، یعنی اکسس وایلیشن باید بده، اکسس وایلیشن مموری باید بده با بریک پوینت هم که اینجا ندارم. بذاریم چی میشه، با F5 جوش کردم، کنترل F5 نزدم، F5 زدم که ببینم چه اتفاقی میفته. الان فکر کنم یه عالم سیمبول میبول باید لود کنم ها؟ نه اوکی، قبلا دانلود کرده سیمبولش. 10 ثانیه صبر میکنه. کجاست پروسسمون؟ اینجاست پروسس. اسکریپتد ساند باکس چست چور. خب دست درد نکنه که اومدین تو. ولی این مهم نیست، این بریک پوینت هم بود که من ندیدمش. آه یه اکسس وایلیشن بهمون داد، اکسپشن ترون ات فلان بلک نات گیم اکسس وایلیشن رایتینگ لوکیشن. این لوکیشن رو اگه نگاه کنید آدرسش هست 239.5.0. اگر من اینجا بریک کنم که دقیقا رو همون خطی که من پیش بینی کردم، آدرس بافر دقیقا همون عدد خواهد بود، یعنی عددی که الوکیت شده توی برای وی ام ای مون اون مموریش اینجاست. ممکنه فکر کنید که این کار رو من میتونم، این مشکل رو من میتونم با اکسس اینجا عوض حل کنم، یعنی من اکسس اینجا رو بدم چی، مثل این پایین بدم پیج رید رایت،
و درست بشه، ولی حدس من اینه که این اتفاق نخواهد افتاد. پیج رید رایت، رید رایت، حدس من اینه که اتفاق نخواهد. بذار اون کاش اسلیپ ها رو میرفتم برمی داشته وسط ها وسط اجرا. خب اسلیپ ها رو میتونم بردارم. بذار این بره بزرگتر کنم تو مینم. اسلیپ هامو میذارم نمیدونم دو ثانیه بذارم، 10 ثانیه، 1 ثانیه، اینجا هم 1 ثانیه، این ولی بزن مهم نیست، این قرار کرش کن، هدف من اینه که کرش کنه اصلا. هنوز کرش میکنه، ولی اصلا ممکنه الوکیت نتونم بکنم حافظه رو. این آدرس تصادفی ها که دوباره 23903023940 اینجوری به من داد، این آدرس هم در ضمن مذرب 65536 مذرب 4096 هست، ولی مذرب 65536. شاید گرانیولاریتی پیجا، گرانیولاریتی الوکیشن های ویرچوال الوک 64K باشه، نمیدونم. به هر حال اکسس وایلیشن رایتینگ لوکیشن فلان، دقت کنید که من دارم این لوکیشن رو توش مینویسم دیگه. اگه خونده بودم ازش با اینکه بریک کنم، بریک میکنم، با اینکه پیج اکسس هم دادم، پیج ری رایت موقع ریزرو کردن، بازم هیچ فرقی نکرد و این دقیقاً هم اتفاقی که باید بیفته. موقع ریزرو مموری که ریزرو میکنم مال من نیست، فقط مال کسی دیگه هم نیست، یعنی خیلی بخیلانه دارم یا حسودانه دارم نمیدونم بهش چی میگم، بخیلانه شاید میگم، مموری رو فعلا من ریزرو میکنم، خودم نمیتونم استفاده کنم، کسی دیگه هم نمیتونه استفاده کنه، من کم کم از این مموری کامیت میکنم که بتونم استفاده کنم. فرق این، اینجا من دوتا می نویسم الان، بذارید به جای صفر می نویسم 40 96. خب و اینجا بهش میگم که قاطعا این مموری هیچ فرق نمی کنم. اینجا یه VMA رو ریسایز می کنم، VMA.resize چقدر؟ 1 بایت. ها از 1 بایت ریسایزش میکنم، بذار این صفرم به جای صفر بذارم 10، که یه وقت فکر نکنید که اون 1 بایت واقعا 1 بایت ریسایز میکنه. اگه اون 1 بایت 1 بایت واقعا ریسایز کنه، خب آره این 10 هم باز هنوز اکسس وایلیشن میده و این 4090 هم اکسس وایلیشن میده. اگه اون 1 بایت باعث بشه که یه پیجو من بگیرم و پیجم 4 کیلوبایتی واقعا باشه اونجوری که من فکر میکنم، این دیگه اکسس وایلیشن نباید بده، ولی این یکی همچنان باید اکسس وایلیشن بده، چون 4096 میشه اولین بایت پیج بعدی، پیج دوم. اجراش میکنم ببینم چی میشه. و اگر دقت کنید میبینید که روی رایت اول هیچ مشکلی نداشت، رایت دومه که مشکل داره، چون من اونقدر ریسایزش نکردم و این خب خیلی اتفاق خوب و میمونیه. حالا برای اینکه اثرش رو روی بذار اینو هم بکنم، همون 10 ثانیه قبل ریسایز 10 ثانیه، بعد ریسایز هم که خب 10 ثانیه، و این ریسایز رو به جای 1 میذارم، ریسایز کن به اندازه 10 مگابایت، 10 میلیون بایت. این داره من اذیت میکنه که مزربه چیز نیست، مزربه کیلوبایت، مزربه آره کیلوبایت نیست، در واقع توان دو نیست این عددی که من دادم، اشکال نداره ولی. بذارید من این 10 ثانیه رو این بالا رو هم برگردونم. می‌خوایم رفتار ویرچوال مموری و ورکینگ پرایوت بایتس رو اینا رو ببینیم. الان من پروسسم اینجاست، این پروسس پرایوت بایتس، این پایین رو بیشتر نگاه کنید، اینجا الان نگاه کنید 100 مگابایت الوکیت کرد، ویرچوال سایزش شد 144، 40 خورده مگابایت بود شد 144 مگابایت. این عدد الان باید بعد از 10 ثانیه این عدد ذره بره بالا، که رفت بالا 10 مگابایت دیگه رفت بالا، من 10 مگابایت از اون 100 مگابایت رو چیز کردم، پرایوت بایس هم 10 مگابایت رفت بالا، و وقتی ریلیس بشن هم این میاد رو 4 دوباره و هم این میره رو 44 مگ، 47 مگ حالا شد، اشکال نداره. 4 دوباره 10 مگابایت ریلیس شد، چی 100 مگابایت هم ریلیس شد و این خیلی اتفاق خوبیه. اینجا میتونه اثر این اثرای کم هستن، اثری که پرایوت بایس اینجا میذاره. درست شد؟ پس من وقتی که
الان چیزی که باید نتیجه که باید بگیرین اینه که وقتی ویرچوال مموری رو ریزرو میکنم که با این خط اتفاق میفته، خیلی هزینه زیادی نمیدم، یه هزینه مثلا 0.1% 0.2%، یه همچین هزینه میدم، 0.2% فکر میکنم باشه، آره از این 0.2% روش میدم، یعنی اگه من 1 گیگابایت رزرو کنم مثلا 2 مگابایت، آره دقیقاً 2 مگابایت برای متا دیتای اون پیجا احتمالاً باید هزینه بدم، هزینه مموری بدم، که خب وقتی 1 گیگابایت رزرو میکنم خب اشکال نداره 2 مگابایت هم هزینه بدم، ولی دیتا استراکچر ما به اون بزرگی احتمالاً یعنی قطعاً نخواهد بود. وقتی که یه بخشی از اون رو کامیت میکنم، اون رزرو فقط کامیت کردن، ولی فرق داره قضیهش دیگه، کامیت کردن واقعا مموری میگیرم. و اینو بذارید کمی بهتر تستش کنیم. من 100 مگابایت رزرو میکنم، به جای 100 مگابایت بذار 1 گیگابایت رزرو کنم که نتیجهشو بهتر ببینیم. و از این 1 گیگابایت اول 500 مگشو رزرو میکنم، بعد میارمش پایین تا 100 مگ، بعد دوباره میبرمش بالا تا 300 مگ. مثلا اولی رو 1 گیگابایت نذارم، بذارم 700 مگ. اسکیپ های 10 ثانیه هم بین همش گذاشتم که نتیجهش رو شاید بهتر بتونیم ببینیم. امیدوارم وقتی اینو الان فکر کنم بذاره دیر کردم. اینو نگاه کنید عددشو، 700 مگ اضافه شد به ویرچوال سایزش، بعد از یه مدتی که بگذره باید 500 مگ به این اضافه بشه. 500 مگ اضافه شد، 500 مگ اضافه شد، حالا 500 مگ خب 493 مگ، بعد این باید عدد اون 730 مگه اونجا هیچ تغییر نباید بکنه، این باید بشه 100 خورده ای، دقیقا شد 100 خورده ای، بعد باید بشه 300 خورده ای، دیگه 300 خورده ای، حالا 300. دقت کنید که این نموداری که اینجاست داره پرایوت بایتس رو ترک میکنه و ویرچوال سایز رو ترک نمیکنه. ویرچوال سایز خیلی مهم نیست، پرایوت بایتس بایت هایی که واقعا من یعنی تو میتونم توشون بخونم و بنویسم، تقریبا یه عالمه دیتای دیگه هم هست که میتونم بخونم و بنویسم، ولی پرایوت بایتس اون چیزایی که خودم الوکیت کردم. فکر کنم اینجا هم تموم شد. هر کدوم از این چیزا 10 ثانیه است دیگه، هر کدوم از این اوج و فرودا 10 ثانیه است. خیلی خب، پس تقریبا رفتار این ورچوال مموری ایریایی که نوشتیم رفتاری که انتظارش رو داریم. من فکر میکنم باید این جلسه رو اینجا تموم کنم. اشکال نداره بذار باشه، کسی که این برنامه رو اجرا میکنه میتونید برید عدداتون رو تغییر بدید اگه انقدر حافظه احساس میکنید ندارید. کاری که من باید احتمالا تو این مموری بکنم اینه که اینجا ریزرو سایزش رو تغییر بدم. ریزرو سایزش یعنی در واقع مضرب پیج سایز بکنم. بذار الان بنویسم کدش رو دیگه. این پایین چجوری کردیم این کار رو برای کامیت سایز؟ اینجوری بود دیگه. همین کار رو برای ریزرو سایز هم باید بکنیم. فقط حافظه متغیر جدید نیست. M ریزرو سایز مساوی است با، بذار اصلا اینجا اصلاش نکنم، مساوی است با ریزرو پیج سایز هم باید بخونم پس. ریزرو سایز به اضافه پیج سایز منهای 1 تقسیم پیج سایز ضرب در پیج سایز. خیلی خوب، این ریزرو سایزمون خواهد بود، به بالا داریم گردش میکنیم، به بالا مضرب پیج سایزمون هم بذار بخونم. اینه دیگه پیج سایز، پیج سایز رو بخون، ریزرو سایز رو درست انجام بده، مموری رو درست کن، پیج سایز رو خب اینجا دوباره نخون، وقتی یه بار خوندی اسرشن و اسرشن رو همینجا انجام بده. پیج سایز نه پاور اف 2 مهم نیست برای اون دیگه، پاور اف 2 بودن با توجه به این تقسیمی که اینجا کردیم. من می‌خواستم این کار رو با اند و این چیزا شیفت و این چیزا انجام بدم که خب لازم نداریم دیگه، پس پاور اف 2 بودنش دیگه مهم نیست برامون. حالا برای
محاسبه محاسبه بدی نیست، برای داکیومنتیشن میذارم تو کد بمونه. دشمنی ما به نظر اوکی میاد، به نظر اوکی میاد. ویت همون یه ذره زیاد اگه سه همینجوری به هر حال. خیلی خوب، فعلا کار دیگه ای نداریم فعلا. وقت نشد من اصلا وکتور رو شروع کنم. دقت کن این چیزی که من نوشتم حداکثر میتونه اون یه استک استفاده بشه، هرچند به من همون استک هم خوب نمیتونه استفاده بشه، ساپورت خوبی برای استک نداره، چون این فقط یه ایریای مموریه که گرو میکنه و شرینک میکنه، فقط زیاد میشه و کم میشه. اونایی که با یونیکس آشنا باشن، سیستم کال SBRK یا اگر تو ذهنتون باشه، سیستم کالیه که تو یونیکس از پروسس های یونیکسی از سیستم عاملشون، یونیکس خیلی کلاسیک، از سیستم عاملشون میتونستن حافظه بگیرن یا حافظه بهش پس بدن. این شبیه اون رو پیاده میکنه. فقط میتونیم از این ورچوال مموری ایریا ها یا ارینا اگه میخواستم اسمش بذارم یا استک، حتی میتونه از این از اینا زیاد داشته باشیم، سایزش هم میتونه هر چیزی باشه، منتها صرف نمیکنه که اون حد اکثر سایزی که پاس میدیم، یعنی ورچوال مموری خیلی صرف نمیکنه که برای مموری مثلا 10 کیلوبایتی استفادهش کنیم، برای مموری 1000 بایتی یا 2000 بایتی که اصلا صرف اصلا فایده نداره، مسخره و خنده داره. برای یه مموری حتی 10 کیلوبایتی و 20 کیلوبایتی و 50 کیلوبایتی هم صرف نمیکنه. اگه مموری اون میره تو مگابایت صرف میکنه که از این ویرچوال مموری ایریا استفاده کنیم، میره تو مگابایت ها. اگر نمیره فایده نداره از این استفاده کنیم، به درد خیلی نمیخوره. وکتوری که ما روی این مینویسیم، وکتورمون تصمیم میگیره که کی گرو کنه و کی شرینک کنه، کی بره بالا کی بیاد پایین، ولی مکانیزم بزرگ شدن کوچیک شدنش رو این ویرچوال مموری ایریا در اختیارش میذاره. اینه که کار سیستم دیپندنت رو انجام میده. فقط همین کلاس رو ما برای پلتفرم‌های دیگه اگر ری ایمپلمنت کنیم، قاعدتاً اگه با همین سمانتیکس با همین رفتار بتونیم اینو ری ایمپلمنت کنیم، قاعدتاً مشکلی نخواهیم داشت، قاعدتاً باید مثل همین کار کنه، چون خیلی فرض زیادی اینجا در مورد من حدس می‌زنم که هیچ مشکلی برای پیاده‌سازی این تو سیستم عامل‌های دیگه نخواهیم داشت. کدمون هم یک به یک با این یکی خواهد شد. فوقش ممکنه یه ذره مثلا بحث‌های الاینمنت و بحث گرانولاریتی و پیج سایز و اینا پیش بیاد، اونا کد زیادی نخواهد خواست، فوقش 10 خط از این بیشتر یا از این چند خطی کمتر میشه، چیز اتفاق دیگه نمیفته، یعنی فانکشن اون همین خواهد بود توی فقط معادل سیستم عامل دیگه. پس وکتور رو من فرصت نکردم بنویسم، احتمالاً جلسه بعد یه دونه ویرچوال وکتور یا دیتا استراکچری به اسم ویرچوال وکتور مینویسیم که از این استفاده میکنه و اینترفیس شبیه وکتور عادی خواهد بود، چون وکتور باید کانستراکت کنه، دیستراکت کنه، از این کارو بکنه. احتمالاً از کد کپت وکتورمون، شاید از کد کپت وکتورمون کپی بگیریم از اون استفاده کنیم. باید کپی پیست کنیم کدش رو، چون نمیخوام، یعنی ارث بحث ارث برای مطرح نیست. خیلی خوب، اینجا جلسه تمومه. یه پرسش واسه کوتاه، یه سوال از خودم دارم که میخوام بهش بپردازم، بر الان برمیگردم.